دوستان عزیز، با سلام به شما عزیزان. امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سرحال باشید و مرض کرونا حداقل یه 10 متری از شما دور باشید. چرا 10 متر؟ طرف گفت که اگر رفتید یه جایی دیدید که کسی کرونا داره، 1-2 متر ازش فاصله بگیرید. یادتون باشه از امروز یه خطکش و یه مداد با خودتون ببرید، تا طرف سرفه کرد متر کنید 2 متر از شما دور باشه. امروز صبح سعید لطف کرد، فکر کنم مال یونایتد نیشن بود، این سازمان های مختلف نمیدونم سلامتی و بهداشت و درمان و اینها، یه ویدیویی رو فرستاد و این آقای فبرواری هم اشتباه نوشتم فبراری، بله دیگه، این هم وقتی که خیلی عجله کنی و دقت نکنی اینجوری میشه، ما میمسیم فبرواری اینجوری، بله 2020. خلاصه ما وقتی داشتیم این ویدیو رو نگاه میکردیم، دیدیم آقا خب خارجی بود دیگه، آمریکایی نبود، انگلیسی نبود، لهجه‌ای داشت و اینها، تعریف میکرد، میگفت که سعی کنید دستتون رو بشورید، سعی کنید دستتون رو به صورتتون نزنید و اینها، چون از این طریقه که میگیری، شما از طریق صورت، چشم، دهن، دماغ و بین، همین چشم هم حتی میتونی بگیری. خلاصه تمیز بودن مثل اینکه جونتون رو حفظ میکنه. و جالب این بود، میگفت که عدسه و سرفه نکنید، شب عدسه و سرفه کنید، یا وقتی میخوابید. یا من اشتباه شنیدم. من خندم گرفته بود، گفتم چیکار کنم؟ مثلا وقتی میخوام عدسه کنم میگم برو امشب برگرد، یا وقتی میخوام سرفه کنم که دارم خفه میشم، دیروز تا حالا من اصلا یه حالتی بهم دست داده که فکر میکنی نفس تنگه. اونایی که کشتی میگیرن، ورزش میکنن، ورزش های نسبتا سنگین، میدونن یه جایی میرسی که شما میبری، مثل تنگی نفس پیدا میکنی. اینجوری شده بودم، گفتم اه نکنه کرونا گرفتم. در صورت کرونا دوستان بیشتر از این که، حالا خود من فردا نگیریم بعد همه بخندن بهمون، بیشتر از این که ویروسی باشه که خطرناک باشه و وظیفه دولت‌های من و شما، اگه ایرانی هستی، آلمانی هستی، هر جایی که هستی، و منی که آمریکایی هستم، وظیفه دولت‌ها اینه، یکی از وظایفشون که ما رو در برابر این بیماری‌های اپیدمی یا واگیر و اینها مسئول کنن، وسیله بهمون بدن، بیشتر از همه آگاهی بدن. ولی می‌بینیم هم در آمریکا، هم در ایران، هم در کشورهای دیگه، شما فکر نکنید حتی اون ایتالیا و اینا، آلمان و اینا اول سرپوش میذارن روش که بگذره بره، بعد که مجبور میشن میگن، دلیلش هم براتون میگم. خلاصه این ماجرای کرونا بیشتر از این که واقعی باشه یک جنگ تبلیغاتیه. یکم فکر کنید، چین یک ویروسی رو پیدا کرد و چین بسته، چینی که دیوار چین چند هزار سالش معروفه، این دفعه چقدر آزادی خواه شد، یه دفعه این خبر رو با سرعت پخش کرد. چرا؟ چون ماجرای هنگ کنگ، تظاهرات مردم مزاحمش بود، اونو پخش کرد. از این ور ضربه زده به اقتصاد آمریکا، 3000 تا، والا من واحد این داو جونز هم نمیدونم چیه، یه دوستی گفت آقا مردم پولاشون از دست دادن، گفتم کدوم پول؟ این پولا همون موقع قلابی بود، هم حالا قلابیه. هیچ وقت از این استاک مارکت من خوشم نیومده، سعیم نمیکنم داخلش بشم. بهتون گفتم یه دفعه به اصرار یکی از دوستان و به اشتباه من، دوتایی رفتیم توی یکی از این ای تریدینگ و فلان اینا، ما یه چند تا استاک هوم دیپو رو خریدیم. اون موقع روزنامه بود، اولین کاری که کردیم خودمون رو آبونه روزنامه واشنگتن پست کردیم. اون وقتا هفته 1 دلار میدادی پول یه شنبه، باقیشو برات مجانی میبرم. دیدم آقا من یا خانم صبح که بلند میشم از خواب، به جایی که ببخشید بلند شم برم دستشویی صورت خودم رو بشورم ببینم یه چشمی در نیاوردم، یه شاخی در نیاوردم، از خودم و دستشویی اینا مهمتر اینه که استاک مارکت هوم دیپو رو چک کنم. گفتم لعنت به این زندگی، چون شما یا داری یا نداری، این دیگه دلهوره دارم ندارم، دارم ندارم، چقدر دارم، این که بدتر میکشته. یادتون باشه دلهوره و نگرانی شما رو میکشه. من اگه یه روزی بهم بگن 6 ماه دیگه میتونی زندگی کنی، این 6 ماه رو به بیشترین نحو و بهترین نحو میرم خوش میگذرونم.
هر شب یه جایی بودم دوستان هی گفتن کرونا، گفتم آقا این کرونا دلیل خوبی شده دوستان رو ببینیم، با فامیل رفت آمد کنیم، بیشتر بنوشیم کمتر غصه بخوریم. شما عقیدتون چیه؟ بنویسید تا برای دوستانم بخونم. ممنونم. آقای سلیمانی اولا لطف میکنه ویدیوهای ما رو با دوستانشون هم شیر میکنن. من از ایشون خواهش میکنم به آقای فرز چیز و اینا بگو جناب، به من جناب نگو، من جناب نیستم. خیلی بخوای لطف کنی بگی آقای سربی، ولی چون دوست هستیم من به شما میگم آقای سلیمانی، شما هم سربی به من بگی بس. خیلی ممنون، متشکرم. من بارها به دوستان گفتم این کلمه استاد رو به این و اون نگید، خودمون رو اذیت نکنیم، نکنیم یک کاری که دیگران بشن سایه خدا و نمیدونم چی چیز خدا و فلان، بعد دیگه نتونیم اینو ازشون بگیریم. دوستان رو خر نکنید و نفرستید بالای پشت بوم که نتونین بیارینشون پایین. آقا آمریکا روز اولی که میای میگه what's your name، شما وقتی گفتی ازت میپرسه من میتونم تو رو به اسم کوچیکت صدا کنم، چون اینجوری دوست میشی. فردا که میری فروشگاه خرید میکنی دم صندوق نگاه کنی، دختره اسمش نوشته نمیدونم استفانی، که به شوخی میگن استفانی، اون یکی اسمش نوشته نمیدونم فلان، اسمای کوچیکشونو مینویسن، هیچ ترس و وحشتی ندارن، با هم دوست هستن. تو اداره که میری کسی، اون روز دیدم یه احمقی گزارش تهیه کرده بود، میگفت تو گزارشه میگفت که امروز آقای وزیر امور خارجه، مال دوره شاه بود، الانم هست، الانم آقای حجت الاسلام، آقای طلبه، آقای نمیدونم کوفت زهرمار و الی آخر. اینا باعث شده که ما فاصله پیدا کنیم، از همدیگه دور بشیم. شما هیچ وقت به بابات که نمیگی آقای جلیل سربی، پدر عزیز من، پدر عزیزم خب میگی گاهی وقت، ولی تو اینجوری نمیگی که میگی بابا جون. با هم جون جونی باشیم، خودمونی باشیم. مرسی آقای علیرضا سلیمانی، ممنون از آقای اکبری، از آقای نگهبان، از سید آقای عزیز که هر وقت سوالی داشتیم ایشون لطف کرده. ممنونم از آقای لطیف زمانی. این آقای لطیف زمانی در لندن در انگلستان دفتر وکالت دارن، اگه کاری دارید مشکلی دارید باشون تماس بگیرید، لازم نیست حتما مشتریشون بشین، فکر کنم تا اونجایی که میتونن، تا اونجایی که مزاحم وقت و زندگی و پول ساختنش نشین، آدم خیری هست، کمک میکنه. خود من یکی دو تا سوال داشتم ایشون لطف کرده و یکی از اونها این بود، یه احمقی که پول از مجاهدین میگرفت درباره تلویزیون مردم یه چیزی گفته بود، من بهش گفتم آقا این آقا تو انگلستان چجوریه، اینجا اگه اینجوری باشه بهش میگن دیفیم بله، یعنی حد که حرمت، چون حرمت که خوبه، حد که حرمت یا سلندر فکر کنم تهمت میشه. خلاصه بعد گفت که اینجا همون قانونا رو داریم، ولی این بدبختی که میگی، معتادی که میگی، اصلا پول نداره. گفتم آقا ولش کن، چون ضرب المثل داریم در ایرانی، در فارسی میگن آقا طرف باید خر داشته باشه تا تو بری پالونش رو بدزدی یا ورداری به عنوان طرف. گفت این اصلا خر نداره، اصلا به خاطر همین که یونجای خرر خورده خرش مرده. آلمان آمار داد 18 نفر مریض شدن، البته در جنوب آلمان. من 4 روز از خونه تکون نخوردم از ترس. آقای اکبری همین ترس تو خونه موندن میکشته. آلمانی که من بودم با اون سرما پیر زنه 10 دقیقه پنجره رو باز میکنه سرشو میکرد بیرون، همسایه ها رو هی کونتاک کونتاک میگفت، ویدزن ویدزن میگفت، حالا شما خود تو رفتی تو آلمان زندانی کردی؟ آقا برو بیرون خوش باش، اگه مردی اقلا زندگی تو عوض نکردی، مردی در حال خوشی. من چت بازی دوست دارم، بعضی ها میگن آقا با این سن و سال میفتی میمیری، میگم آقا وقتی میمیرم موقعی که دارم خوش میگذرونم. چت بازی حالا دیگه نمیرم از هواپیما بپرم، یه چیزی هست به نام آی فلای، یعنی من پرواز میکنم، البته آی فلای من پرواز نمیکنم. موتور بزرگی با باد از زیر باد میزنه، شما این سقوط آزاد اینجوری قشنگ میتونی، حتی اون به اصطلاح کارایی هم که سقوط آزادا بلدن که چجوری بپیچن و اینا، اونجا درست انجام بدی. آی فلای بعض وقتا میتونید به جایی که مثلا 50 دلار بدید یه دفعه 6 تا تیکت بخرید برای چند دفعه، ارزون تره. اینجا بهش میگن بالک ریت. چاکی دیفیمیشن آف کاراکتر. خیلی ممنون، مرسی. دوستانی مثل شما باعث شدن ما دو کلمه انگلیسی یاد بگیریم، چون کلاس انگلیسی که رفتیم انقدر رفتیم که همون
به اصطلاح احتیاجات روزانمون از کدوم طرف برم، کجا گستشنه، کجا برم خوراک بگیرم، کجا برم چک نقد کنم برطرف بشه. تا اونا رو یاد گرفتیم رفتیم سر کار، یه وقت چشم باز کردیم دیدیم بچه هامون رفتن مدرسه و رفتن دانشگاه، از انگلیسی ما ایراد میگیرن و ما انگلیسی بلد نیستیم. ولی همیشه یادتون باشه بهشون بگو پدر سوخته، اگه شما انگلیسیت خوبه برای اینکه من آدم خودخواهی نبودم، من رفتم کار کنم تا تو بری مدرسه. و هر دوی بچه های من از من تشکر کردن و بارها گفتن که ما وقتی فهمیدیم چقدر شما و مادرمون برامون کار کردید و زحمت کشیدید که رفتیم دانشگاه. چون اینجا برعکس ایرانه، اینجا مدرسه که تموم میشه که کسی پول نمیده اگه دولت رفته باشه، دانشگاه که میری دانشگاه پولیه. اون وقت تو مملکت ایران اگه تازه، حالا بعضیا میگن ما شهریه نمیدادیم، منی که شهریه دادم تا دبستان نه نمیگرفت، ولی دبیرستان شهریه گرفت. یکی از دلایلی که من رفتم هنرستان همین بود که کمکی بشه به پدر مادرم شهریه ندن، چون هنرستان میگفت اگه نمرت خوب باشه بیای دیگه شهریه نمیدی. اوکی، تا دیپلم ازت شهریه میگرفت، بعد که میری دانشگاه مجانی بود. عجب حماقتی، مملکتی که بی سوادیش بیش از 50% بود، نیمی از جمعیت، تو باید اکابر مجانی کنی. البته بهتون بگم بابا، همون دولت بدبخت شاه هم یک کارایی کرد، اکابر گذاشت. داداش دوست ما اومد اسم نوشت برای اکابر، بعد به داداشش گفت این بچه ها رو بیار اینجا اسم بنویسن که اینا پول بسازن. در صورت که اگه میرم میگو آقا تو این محل هیچ کس نیومده، میذاشتنش یه محل دیگه درس 4 نفر آدم کارگر بده. همه سیستم بد بود، مردمم بد بودن، الان هم سیستم بدتره، مردم هم بدتر شدن. یادتون باشه سیستم شاه بد بود، مردم هم بد بودن. امروز سیستم بدتر شده، مردم هم بدتر شدن. بله میتونیم امیدوار باشیم سیستم خوبی بیاد، ولی باید اول قبول کنیم خودمون خوب بشیم. قول میدی؟ آقای فولادان دستشم یه بار جلو دوربین میگفت من و شما با هم قول میدیم، بعدم پولای مردم رو گرفت و در رفت. خب لطیف زمانی میگه درود خدا بر آقای سربی به حافظه بالا، لاولی دفیمیشن. بله خیلی تهمت میشه، بله همون، مرسی، ممنون و متشکرم. و خانم تننازی که امروز برای من دوتا نوشته های شاه اللهیا و طرفدارای ترامپ و اینا رو فرستاده بود که چه فحشایی به این بانوی ایرانی دادن که من اینجا هم میخندیدم هم عصبانی شده بودم. خنده از این که خانم من 20 سال داخل این ماجرا هستم، مثل که شما مثلا به یه راننده تاکسی بگی آقا دیدی امروز چه ترافیکی بود، اون میگه بابا امروز خوب بود، هر روز همین اوضاعه. در هر صورت بهترین کار اینه گاهی وقتی ساعتی رو از کامپیوتر و این مکافات دور بشین، بریم به خودتون برسید، راه برید، ورزش کنید. کارهایی که میکنن بعضی ها میگن بریم توی چی میگن این حالت و هپرود یا زن میگن یا خیلی چیزای مختلف هست اسمش، به خودتون برسید، به خودتون فکر کنید و الی آخر. و اما ترس دو، بله آقای نگهبان میگه آفرین ماشاءالله آقای نگهبان هم مثل خود من توپله، ترس و دلهوره از کرونای ویروس به مراتب از بیماری کرونای ویروس خطرناکتر است. آقا شما به من بگو این ویروس رو دکتری شناخت، قبلا شناخته شده بود یا نه؟ اگه نشده بود پس این تازه شناخته شده. این چجوری تازه شناخته شد؟ خود دکترم مرد ولی الان میاد میگه ما چیزهاش هم ساختیم. امروز اعلام میکرد که این ماسکا رو تا 400 برابر، ببخشید 400%، یعنی تا 4 برابر. ماسک 1 دلاری رو میفروشن 4 دلار، ماسک 20 دلاری رو میفروشن 80 دلار. به اینا اینجا میگن مارکت سامتینگ، یعنی مثل احتکاره. و حتی خود آمازون گفت ما نمیذاریم کسی که از طریق ما داره میفروشه، تا دیروز یه چیزی رو نوشته 5 دلار امروز بکنه 20 دلار، یعنی گاوز نه یه چیزی اینجوری بمانه. بله مدیتیشن، خیلی ممنون، مرسی. سیاوش محمدی میگه مدیتیشن، آقای سیدم میگه مدیتیشن، توی کاراته بهش میگن زن، میشینی و به هیچ جا قرار فکر نکنی. ولی باورتون نمیشه همون موقعی که قرار به هیچ جی فکر نکنید، آقا از کلاس اول میاد سراغت. شما باورتون میشه من قبل از کلاس اول تو این سن سال میرفتم مدرسه داداشان به عنوان مستمع آزاد. بعد یادمه
شیر و خشک دخترمامونو میدوزیدیم میبردیم مدرسه میذاشتیم زیر نیم توی نیمکت اینجوری یواش دستمون میزدیم تا معلم روش اون بالون شیر خشک میخوردیم. اگه یه وقت میبینید ما اینقدر گت و گنده شدیم به خاطر مادر بیچارمون نبوده، به خاطر این گاوه بوده که شیر و خشک داده اینجوری گنده شدیم. بمانه گاوجین. مرسی مرسی. خب بله، دوستمون آقای علیرضا سلیمانی نوشت گاوجینگ. این گاوجینگ همونه که میشه تو ایران. من یادمه یکی اومده بود میگفت که آقا مردم دارن فلاسک چایی میخرن، بعضی ها میگن فلاکس بعضی ها میگن فلاسک، مهم نیست، کلمه خارجیه، فکر کنم روسی هم باشه. گفتم برای چی؟ گفت آقا یه بازاری حاجی اومده تمام فلاسکای شیراز رو میخره، فردا این 30 تومن میده 60 تومن. یه داستانای اینجوری هم هست که یه چیزایی راجع به همین مارکتای قلابی که درست میکنن، پاونزی مارکت یا پاونزی شاپ میگن، میان از شما یه چیزی رو میخرن بعد برمیگردن میگن شنیدی که مثلا اون چیزه شده 60 تومن، حالا از تو خریدنش 20 تومن، تو میگه منم شنیدم فلان اینا، میگن خب حالا میخوای بخریش 40 تومن، میرن همونو مال خودتو میارن به خودت میفروشن، یا از این کثافتکاری هایی که مارکت همیشه یه سری شیاد داخلش هست. و دوستان والا به خدا این آخوندا بعد دوز پدر سوخته اینجام هست، اینجام دارن. این آقای چیز نیویورک هم بود، این مداف بود چی بود که پسرش خودکشی کرد، گفت این پدر من انقدر پول مردم خورده و اینا که من شب نمیتونه، حالا پسر و اینا هم اینا همشون آدم های کم غیرتی بودن، ولی پسر خودکشی کرد. گفت آخه این چه وضعیه، از همه پول گرفته چه کار میکنن؟ توی مهمونی شما نشستی یه نفر میاد میگه که شنیدن بازنشست شدی، آره اینا، حالا حوصلت سر نمیره تو خونه نشستی، اینا میگه چرا؟ خب یه کاری برای خود پیدا کن. میگه آقا تو این سن و سال کی به من کار میده؟ میگه آقا کاری نداره، یه جایی برای خودت اجاره کن، بعدم همونجا بشین، دوستات میان میرن. و ضمناً اگه خاصی، حالا من به همم نمیگم، ما فقط به تو میگم و دیگران، یه شرکتی هست پولتو میذاری بهت مثلا 50% سود میده. ما ایرانی هم که هممون خام تمه، شیرازی ها میگن تمرخون. کجا آقا؟ چه؟ حالا الان نمیتونم بهت بگم، مثل این فردوسی بود سلویشن آرمی درست کرده بود بره ایران نجات بده، بعدن بهت میگم. حالا خب بگو دیگه، اینا شب زنگ بزن بهت میگم. شب زنگ میزنه با چیز و اینا و این فکر میکنه داره از اون اطلاعات در میاره، اونم با زرنگی خاص اطلاعات یواش یواش به این میده، مثل تشنهی که چند روز تشنه بوده، حالا اومدن با قطره شکون بهش میدن که زیاد آب نخوره دل در بگیره. خلاصه بعد میگه آره یه شرکتی هست اینجوری و اینجوری، ولی به من گفته با همه کس کار نمیکنن، من میتونم پول تو رو به اسم خودم بهش بدم، بگم مال داداشمه. اوکی آقا بگیر این هزار دلار تو رو امروز میگیره، 15 روز دیگه میاد 500 دلار بهت میده. میگه آقا یه ماه هم نشد. میگه این ماه برعکس این که گفت 50% شده 100%. حالا این مال این نسبی رو بگی، شما 500 دلار رو که میگیری هنوز تو دستت نیومده، میگی آقا اگه انقدر خب اینو بذار تو همون 1000 دلار، اونم بشه 1500 دلار. یه روش دیگه شون اینه 1000 دلار تو رو که میگیرن شده موعد آقای سلیمانی، شده موعد اکبری، شده موعد سعید، میرن 300 دلارشو میدن به اون، اونم میگه به آقا 30% تو یه ماه، 12 تا 30% میشه 360. بانکای ایران این کار کردن مردم. اون وقت شما هی اینجا نشستی پولا رو خوردن، آقا همون تمخوما اومدن به شما مالی، به شما وام دادن 20%، 25%. و الا کدام عقل سالمی هست که از خودش نپرسه من چجوری به این پول بدم؟ این میخواد به من 30%، بعضی هاشون 10% در ماه، یعنی 120% در سال به من نزول بده. اینجا میگن از پیت قرض کن بدهی پالو بده، یا از پال بگیر به پیت بده. کلا اون وقتا میگفتن کلای اینو بردار بذار سر اون، و بهش میگن پانزی. همین اینجوری میکنن، اون وقت یه دفعه پولدار میشن، کاغذ و دفتر، این روزا هم کامپیوتر قشنگ میتونه کمکشون کنه، هی به برات لیست میفرستن. بیشتر مردم هم احتیاج نداره، طرف بازنشسته دیگه، میگه آقا این پوله رو بذار تو همون که داریم،
سودش هم بذار روش، سودن در سود. اگه یه روزی گوه آقا دخترم میخواد ازدواج کنه، 20,000 دلار میخوام، اینا میگردن یکی دیگر رو پیدا میکنن، از اون پول میگیرن به این میدن تا اونجایی که میتونن. وقتی نتونن بلی اب ماهی دیدید وقتی میمیره شکمش میره بالا، اینجوری میشه. مرسی دوستانی که اینجا هستید. آقای مصباح هم از آفریقا با ما هست، آمد آمریکا و رفت، قرار بود بیاد مهمون ما بشه، نیومد. بدقولن آقا، همه بدقولن. حالا بدقولیشون ما کاری نداریم، حمایت نمیکنن، اون برای من مهمه. حمایت کنید، فراموش نکنید. توفیق مینوشت شب جمعه دو چیز یادت نره، دوم توفیق. من این پسرامون اهل مجله و روزنامه و اینا بود و اینا هی میگرفتیم میگفتیم این چیه، یعنی شب جمعه دو چیز یادت نره، چند تا نقطه گذاشته. از هر کی میپرسیدیم یا تو سریمون میزدن یا میگفتن برو گم شو. یکی نمیگو آقا این یه چیزیه که فعلا تو نباید بفهمی، بعدا میفهمی. خلاصه بعدا فهمیدیم، دیدیم که اینجوریه. خلاصه حمایت از تلویزیون مردم یادتون نره. با کرونا چه باید کرد؟ کرونا متاسفانه متوجه شدم که آقای هادی خورسندی هم کرونا گرفته، ولی صبر کنید عکسش بهتون نشون بدم. یک لحظه، نه این نیست، اینجاست هادی خورسندی. آها، چون حالا اسم هادی خورسندی اومد و دوستان میپرسن که آقا چی شد مانی خورسندی قرار بود بیاد با ما باشه، گفتم آقا این دوستان گیر آوردنشون سخت، تازه وقتی هم ماهیگیر خوبی باشی قلابو بندازی اینا رو میاری، قلابه رو که از اینجاشون در میاری هنوز آب خیس در میرن. نه، مانی گفت که مهمان داره و بعد از اینکه مهمانش به سلام الان اومد اینجا، بله، گفت که میاد با ما هست. حالا من پیشنهاد میکنم اگه دوست داره با مهمانش بیاد که نه بشه قوز بالا قوز، بشه نور علی نور. طرف رفت در خونه مانی، در زد، گفت مانی هستش؟ گفت بله، هم مانی هست، گفت هم هادی، گفت به به، شد نور علی نور. در اصل اگه خواست میتونن با مهمانشون دوست ما باشن، ولی اگه لطف کنه اون عکسی رو که نشون میده که آقای هادی خورسندی کرونا گرفته، اونو یکی پیدا کنه بذاره اینجا یا برای من بفرسته تا من نشون بدم. من بعضی وقتا اینا رو می‌نویسم، از بس کاغذها زیاده گمشون میکنم. در هر صورت اینجا نوشتم، بله، مانی. آها، امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیرحسین لادن هستیم تا درباره نوشته جدید، مقاله جدیدشون صحبت کنیم و این رأی‌گیری یا انتخابات هرچی که بود چه سودی داشت چه زیانی داشت. میدونید همه چی در زندگی نسبیه و ایشون باور داره که به اصطلاح برای مردم پیروزی نسبی بود. حالا باشون صحبت میکنیم ساعت 3 بعد از ظهر و ساعت 3:30 با آقای فرزاد نیساری هستیم. و خب مانی که قرار بود مثلا بعد از 4:30 بیاد، گفته حالا نمیام، هر وقت خواست بیاد یه برنامه میذاریم، یه روز اصلا ممکنه اختصاص بدیم، مخصوصا اگه بتونه که با مهمانش بیاد دیگه بهتر. و اون عکس برای من بفرستید که هادی خورسندی کرونا گرفته. خب خیلی نترسونمتون، کرونا گرفته ولی کرونا رو داره مینوشه. میدونید کرونا اسم یه آبجو مکزیکیه، من حقیقت خیلی هم دوست ندارم. و از خود مکزیکی‌ها وقتی می‌پرسید چرا تو این لیمو میندازن، میگه برای که این از بس با آب بدی درست میشه. حالا به داداشتم بگو مانی، بگو اگه میخوای آبجو مکزیکی بخوری، سول SOLE هم خورشید، یا مدلو وقت آبجو معمولی داره، آبجو دارک داره، مدلو نگرو، نگرو مدلو، یه چیزی اینجوری. اینم از آقای مانی خورسندی از هادی خورسندی بزرگتره. آقا بگو ببینیم، هر کی ما رو میبینی میگه از داداشات بزرگتری، میگم از لحاظ عقل یا از لحاظ هیکل یا از لحاظ سن و سال. همینجوری که نمیتونی شما بگی از اون بزرگتری. سن، سال، عقل، هیکل، کدومش؟ سوالتو دوباره بنویس برای آقای مانی، آقای مانی هم اینجا جواب بده. خیلی ممنون. آقای مانی میگه که اگر مهمانش بیاد به چشم، هم چشم شما روشن، هم به ایشون خوش آمد میگیم، امیدواریم در کانادا بهش خوش بگذره. و این رو هم به عنوان سورپرایز بعدا میذاریم برای دوستان. فعلا بگردم اون عکس مانی رو پیدا کنم که آهان، سم لطف کرده یه عکس فرستاده. به 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 به، اینم
آقای هادی خورسندی و ماجرای کرونا. به نظر میاد که تو فرودگاه هست نه؟ بله. میگه کرونا رو گرفتم دارم میخورم. یه جوکی یا حقیقتی چند روز پیش یکی نوشته بود براتون بذارم اینجا، این 3 و 4 و 5 رو بذارم، این پیپل هم بذارم، یه وقت کسی خواست حمایت کنه از طریق پیپل خیلی آسون میتونه انجام کنه. اولا نوش جان آقای هادی خورسندی، و هر وقت اومدی ویرجینیا امیدوارم بتونم در خدمتت باشم. حالا یا بعضی ها میترسی بگی یا آبجوی با هم بخوریم بهش بر میخوره، آقا من آبجو نمیخورم که، من شراب مینوشم. خب بابا من آبجو میخورم تو شراب بنوش، در اصل چون ایشون آبجو میخوره. میگه ویروس به شکل سر تاج زیر میکروسکوپ است. بله آقای مانی، از لحاظ سنی، از لحاظ ایج شما بزرگترید یا داداشتون هادی، اینو برای دوستان بنویسید. و بله این میکروب یا ویروسه، آخه میکروب با ویروس فرق میکنه، ویروسه چیز رو زیر میکروسکوپ که نگاه کردن اینا یه شکل خاصی داره، مثل این مینای مال زیر دریایی اینا هست، و یه تاجای مخصوصی داره اون که جوکای زیادی هم در این رابطه گفتن. ولی حتما اگر شما با تلویزیون مردم بزرگ شده باشین یا با ما همراه بودید، شخصی رو به نام نیلوفر میشناسید. نیلوفر خانم من فامیلیشو نمیدونم، من از طریق تلویزیون رنگارنگ با ایشون آشنا شدم، بعد که ایشون با تلویزیون رنگارنگ دیگه کار نمیکرد و اینا، و ما با جی ال ویز بودیم و با چیز بودیم. آخ آخ این دوستون میگه مدت ها بستری بوده، الانم تحت نظر دکتر هستم. آخ خیلی ممنون. میگی تو که میدونی من دوستت دارم. خیلی ممنون، ما هم شما رو دوست داریم. ولی میگن آقا شما نمیتونی به خانومت بگی من که میدونی، تو که میدونی من دوستت دارم، باید بالاخره یه گلی بخری، جواهر رو باید بخری. بگذاریم، درصد از همه گلا بهتر برای ما اینه که سلامتی تو به دست بیاری و تماس بگیر، در خدمتت خواهم بود، خوشحال میشم ببینمت. هم آدمی هست که زیاد میدونه هم زیاد دیده در زندگیش. بعضی وقتا لازم نیست شما زیاد بدونید، همین که دیده باشید و دیده هاتون رو برای دیگران بتونید تعریف کنید، خود شما میشید یک مجموعه تاریخ کوچولو، تاریخ اخیر هرچی. در صورت سلامتی شما آرزوی ماست و امید دیدارتون. این از این. اینجا نوشتن هادی بزرگتره. خیلی ممنون. آقای آرمان مجیدی نیک دلم میگه که کاگو سوربی سلام، شهرام کازینو همایون پیام های مردمی امروز پخش کرده که مردم با گریه گفتن که تنها امید ما شهرام همایونه. آقا خب بلند شو، امید مردم رو ناامید نکن، بلند شو برو ایران. بمانه دوستان، میگن که اگر میخواین با کرونا جوک ساختن، اون میگه نمیدونم اسفند دود کن، اون میگه فلان و اینها، که حالا قبول ندارن. آقا این اسفند دود کردن خوبه، توی کلیسای اینا هم که میری دود میکنن، چون دود باعث میشه هر جونداری بره بیرون از اونجا. اوکی حالا این رو شو گفت که اونا رو بریز دور، نمیدونم شلغم ببن به پاتو به دستتو به فلان جاد، اینا رو بریز دور. گفت که روزی چند قاشق، ما میگیم آبشن شما میگید آویشن، همونی که رو باقلی میریختن خوشمزه هم هست، یعنی کمه، یک کمه ترشمزه است. گفت اینو بریزید توی لیوان با آب گرم هم بزنید و نبات هم آخر کار بندازید داخلش، نباتش هم زیاد باشه بهتر. گفت 10 روز شما از روزی که حس کردی یا مثل آقای اکبری شک کردی که من نکنه داشته باشم، از امروز آقای اکبری قبل از خواب آویشن درست میکنی با نبات، نباتم زیاد میروزی میخوری. روز دوم تو تقویم علامت بزن آویشن تنها بدون نبات، یه دمپایی هم بقیل لست حاضر. حالا همه میگن دمپایی برای چی؟ خبر توالت؟ نه عزیزم صبر کن برات میگم. این آویشن رو که میخوری ویروس کرونا میاد بیرون، میگه آقا نباتش کو، بزن با اون دمپایی روش، کشته شد تموم شد رفت. خودت تو خونه زندانی کردی مرد حسابی، بیام آلمان بهت سر نمیزنم. اوکی خب اینم از این ماجرا. آقای آرمان مجیدی، اگر تونستی یه روز برو روبرو آینه وایس و مثل شهرام و همایون ادا در بیار، بتون از مردم پول بگی، خودت از خودت خندت میگیره. آقا شهرام و همایون آمده
با رشادت، شهامت، با افتخار میگه من کسیم که این کاغذی که رسید مال مثلا مانیگرمه من میارم، شما میدونید از این کاغذ سفید، این کاغذ سفید رو به شما میفروشم 10,000 دلار. بعدم به اونای دیگه میگه حالا شما نمیتونید برید خفشید برید دنبال کارتون. خب راست میگه، آقا این قدرت رو داره. شما فکر میکنی شما میتونی آخوند باشی؟ شما فکر میکنی شما میتونی ترامپ باشی؟ نمیتونیم، هر کدومون در حد خودمونیم. من در حد اینم آقا، من بعد از 20 سال 10 نفر ندارم که ماهیانه بدونم اینا 10 دلار میفرستن، ولی دارم یه نفر که ماهی 100 دلار میفرسته، خدا پدرشم بیامرزه، ولی اون داره مینیسته ممبر شماره 4000 امروز حالش بعد از فردا 5000 دلار میفرستن، حالا دیگه پرچم رو یوتیوب میفروشه. آقا تو برو پرچم، به ما گفتن بیا پرچم بفروش. همین آقای داور قبل از حقا منو علم کرده بود که آقا تو که میگی اینجوری بیا، نمیدونم هیکلشو داری، صداشو داری، قیافشو داری، بیا اینجا یه پرچم هم درست میکنی، پرچم سفید که نه طرفدارای پادشاهی بتونن حرف بزنن نه طرفدارای حزب اللهی، و این پرچما رو میفروشیم، تو این پرچم بگی دست. گفتم آقا ببخشید، حالا اگه پدر من زنده بود بهت میگفت برو برای مادرت شوهر پیدا کن. اتفاقا پدر اینو پدر من، اون پدرش اونجا خاکه، پدر من اینجا خاکه. بمانه اینا نمیخوام بگم هنره، ولی اونی که داره این کاره میکنه برای اون هنری که داره زندگیشو میچرخونه. آقا چجوری آدمی تا حالا 3 تا 4 تا زن گرفته که ما میدونیم؟ یکش خانم این بدری همتی بود، قبلیش که خودش میگه نمیدونم بچه‌هام تو ایرانن، اون یکی دیگه بوده که ولش کرده اومده، این خانم دکتر عزیزی یکی دیگه است. خب این یه هنری داره که شما نداری. شما برو تلویزیون و آینه، برو یه دوربین بذار با تلفن 2 دقیقه برای من ویدیو بفرست بیاد، من اینجا مجانی نشون میدم. خودت به مردم بگو مردم به من کمک کنید، ببین خودت خندت نمیگیره، خودت خجالت نمیکشی، همونجا نشون میده که تو نمیتونی و اون میتونه. ممنون و متشکرم. بریم سراغ نیلوفر خانم. نیلوفر خانم یه آدمیه که خب هم خانم جوانیه، میدونی دیگه وقتی 60 ساله یه نفر اگه یه ماه هم از تو جوان تر باشه او جوانه، هم خوش صداست، هم خوش بیانه، هم عصبیه. عصبی که هستی یه جورای بد نیست برای این برنامه های تلویزیون. تا هم یادت باشه آرمان، باید یه کمی اگزاجوریت کنی. اگزاجوریت به فارسی میشه اغراق. باید آتیشو نمکشو زیاد کنی، آتیشو زیاد کنی میسوزه، باید نمکشو زیاد کنی. شما ببین اگه نمکش معمولی باشه همه میخورن صداشون در نمیاد، ولی اگر نمکش زیاد باشه همه میخورن. تو که رفتی اونور اون یکی بهت میگه آقا برای تام شور بود، باز دربارش حرف میزنن، تموم نمیشه. نمکشو زیاد کن. خلاصه این هنرم داشت خانم نیلوفر و ما بهش برنامه دادیم، برنامه‌اش هم خداییش سپورت میکردن. یه دوست من همشهری من که هیچ وقت به من یه پنی نداد 500 دلار فرستاد، گفت این ماهی چند؟ گفتیم هر چی خواستی. گفت من ماهی 100 دلار میدم. گفتیم بفرست بیاد. فکر کردیم حالا از این تلفن‌های الکی بود، ولی شیرازی بود اینا، آشنا دکتر فلان اینا. 500 دلار فرستاد به خانم نیلوفر، گفتیم تا 5 ماه یه نفر بهت پول داده و اینا. برنامه گذاشت درباره بهایا گفت و درباره ساختمون شهیاد گفت. برید دقت کنید، ساختمون شهیاد 9 تا پنجره داره. ما نمیدونستیم که اینو بهایا ساختن، گول شاه زدن گفتن برای تو ساختیم، برای خودشون ساختن. بمانه خلاصه آقای چیچی زنگ زد گفت آقا این یه خانمی به من گفتن، گفتن شما برنامه‌اش دیدی؟ گفت نگفتم. خب برو ببین. گفت نه من همونایی که میگن. یعنی چی؟ یعنی در بهایی و دین بهایت دوستان صاحب GLVs نوکر اونیه که سمت آخوندی داره. حالا ممکنه اسمش آخوند نباشه، اسمش رهبر اخلاقی باشه، هرچی، چون اینا کلاس اخلاقی دارن. خلاصه گفت اونا گفتن. گفتم خب باید چیکار کنی؟ گفت آقا فیلم های اینا رو اول بسازید، برای اول بفرستید برای ما. گفتم شما که میگید ما، منظور از شما چیه؟ گفت همین آقایون و خانمایی که صلاحیت دارن. گفتم صلاحیتشون کی داده؟ گفت من. گفتم برو فلان فلان شده، ببخشید به انگلیسی fuck you and all of them. یعنی جمعه است عصبانی نشد، نه این نمکش زیاد بود. خلاص گفتیم نمیخوایم. به خانم نیلوفرم گفتم اینا اینجوری میگن. گفت که خیلی خوشحالم که شما بهشون فوش دادی، چون اگه نداده بودی من هم به تو فوش میدادم هم به اون. موند و اینا. بعدن دیگه رفت. بماند چند وقت بعد دیدم که شروع کرده دستور آشپزی.
اگه اشتباه نکنم تبریزی و اینا هم باید باشن. خلاصه دیدم اه چه قشنگ میاره چیا رو میذاره، یه تابلوی هم نوشته آشپزی با نیلوفر، یا تا نوشته آشپز باش آشپز باش، یه قشنگ برنامه میذاشت مثل آدم خوب معقول. توی فیلم مهمان ما شام با ما یه چیزی همچی هم مال من و تو هم شرکت کرده بود و اینها. فان دوست دارم یه در باش مصاحبه کنم ببینم این چجوری بود، شما اسم نوشتی اونا پیدات میکردن یا دوست و خودی هم دیگر رو میبردن. میدونی شما تو تلویزیون‌های ایرانی، من آن روز آقای فرهنگ حمید اومد نشد صحبت کنم. آقای فرهنگ حمید مثلا افتخار میکنه که سالها در کار رادیو تلویزیون بوده، میگم آقا چی کار کردن؟ اومدن مثلا آدیشن گذاشتن توی فروشگاه کوروش، شما رفتی شرکت کردی، شما انتخاب شدی؟ نه، شما بابات اونجا بوده یا کار میکرده یا پول داشته یا کارگردان بوده، مثل آقای نادر رفیعی. اینو من یه دفعه تو برنامه گفته بودم، نادر رفیعی وقتی رفتم کالیفرنیا با همین خانم بدری همدیار و با دوست و مهدی و اینا رفته بودیم رستوران، اومد گفت من از شما یه گله‌ای دارم. گفتم خب بشین بفرما در خدمتم. گفت نه حالا داریم خوراک می‌خوریم یه وقت دیگه. بعد گفتم آقا به من بگو حالا دیگه، همجور مغز من باید فکر کنه ببینم من درباره تو چه گفتم چه کردم، بعضی وقتا هم شماها معمولا اشتباه می‌کنید. ماجرای سیاوش آذری، حالا طرف میگه آقا تو از نیلوفر رفتی فرهنگ حمید، از فرهنگ حمید رفتی رفیعی، حالا رفتی سراغ سیاوش آذری. سیاوش آذری با انوشیروان کنگررو چند سال پیش گفت که سوربی تو یه روزی یه چیزی گفتی. گفتم والله من همچین چیز نگفتم. گفت که من خودم شنیدم. گفتم آقا $10,000 به $1,000 شرط می‌بندیم. انوشیروان کنگررو دست اینو گرفت گفت با سوربی شرط نبند، این مغزش مثل کامپیوتر کار میکنه، اگه این میگه من نگفتم این نگفته. و درستم بود. مرسی، ممنون، متشکرم. برگردیم آقای رفیعی. گفتم آقا چون گفتی همینجا بگو من نمیتونم نهار بخورم. گاره توی یکی از برنامه‌ات گفتی که این رفیعی که هی میگه من هنرپیشه بودم و من نمیدونم فلان بودم. خب آقای رفیعی اگه بابای تو نمیدونم هنرپیشه نبود، تو کار رادیو تلویزیون نبود، شما چجوری میرفتی؟ گفتم دروغ گفتم. آقا چند تا ایرانی سر راه مدرسه‌شون از رادیو تلویزیون رد می‌شدن. معمولا رادیو تلویزیون‌ها برای که آنتن بود بالا یه تپه‌ای بود، همه کس نمی‌رفتن اونجا، که فقط خودی و آشناها می‌رفتن. یکیتون بیان بگید که آقا من اومدم. بله بعدن یه عده‌ای مثل مثلا شوره رفتن توی همون شو فرخزاد و اینا معروف شدن، که خود همون هم باید بپرسیم شوره خانم چه جوری بود، شما نامه نوشتید به فرخزاد رفتین، محیط سیفی بود، کی بود، کی همدیگر میبرد، مثل اینجا هالیوود نبود و اینا. بماند برگردیم سراغ نیلوفر خانم. نیلوفر خانم ویدیوهای خوبی درست میکرد و آشپزی و فلان اینا، و منم حقیقتش یکم گفتم نگاه کن من عجب خری هستم. خب منم مثل نیلوفر باید اون چیزی رو که بلدم، حالا یا رشته برق یا یکم مکانیکی ماشینه یا البته مزخرف گفتن از همش آسان‌تر، گفتم باید برم دنبال اون، نه به مردم اذیت کنم، اینا رو از خودم ناراضی کنم، نه چیزی. و این هر کی دوست داره میاد، اینو شما داشته باش. دیروز دیدم بنده خدا نیلوفر یه ویدیوی درست کرده، نوشته که آقا خانم اول همه رو نگاه کن بعدن حمله کن. یعنی چی؟ یعنی آردی، یعنی در حال حاضر بهش حمله شده. بعد ویدیو رو که دیدم میگه که هر کی نمیخواد ممبر باشه، گفت ممبر، من یادم بیاد اینو بهتون نشون بدم دوستان، یه چیزی هم پیدا کردم از به زودی براتون اینو میذارم، پلیر دو اینجا بیاین، پلیر دو، بله سابسکرایب، این سابسکرایب روی یوتیوب اگه ویدیوی منو ببینید، حضرت عباسی خدا از سرتون نمیگذره اگر سابسکرایب نکنید، اگر اون زنگوله رو هم نزنید. این یک خلاصه بنده خدا مثل که بهش حمله میکنن. یه دوتا ویدیو هم راجع به کرونا درست کرده که نمیدونم هندونه برای کرونا خوبه یا اینجوری خوبه یا اونجوری خوبه. من میگم آه خانم من نمیدونم، این مازوخیست میگن، اینایی که خود آزارن مرض دارن. خب آقا تو، اون یکی میاد میگه من رفتم تو فرقه مجبور شدیم بیگاری کنیم فلان اینا، اوکی اول خودت رفتی بعدا اونا نگهت داشتن. آقا من نمیدونم تلویزیون نگاه، خب اونم میتونم بگن خب ما اول خودمون اومدیم ولی برنامه تو انقدر خوب بود ما خودمون رو نگه داشتیم و زجر کشیدیم. کردیت، اعتبار، حمایت یادتون نره دوستان عزیز. در هر صورت فردا 29 فوریه، کدومتون 29 فوریه دنیا اومدین؟ کدومتون بچه‌ای دارین که 29 فوریه به دنیا اومده باشه؟ آیا تولدش رو هر 4 سال یه بار میگیرید؟ سال کبیسه؟ کبیره؟ چرا نمیگی کبیسه؟ اینجا لیپ بهش میگه.
یا هر سال میگیرید، حالا سالهای دیگه 28 میگیرید یا بستگی داره به کی شنبه و اینا باشه. ولی گفتم بدم نیست، مخصوصا تو این سنهای بالا که میای دیگه تولد تو 4 سالی یه بار بهت گزارش بدن که چقدر پیر شدی. در صورت اینم از آقای اکبری میگه خانم شوهر و برادرش رو من از نزدیک میشناختم، آنها از طریق عمویشان که موزیسین بود با فرخزاد آشنا شدن و وارد تلویزیون. آفرین. هم شهرام سولتی چه صدایی داره با این لاغریش اینا، هم اون خواننده است هم شوهر خواننده و هنرمنده. و شوهر تنها کسی بود که وقتی که من راجع به گوگوش گفتم این گوگوش هم پرروه هم بی‌تربیته هم عاشق پول هم خودش رو فروخته برای پول هم خانواده‌اش و فلان اینا، شوهر اون وقت تماس گرفت گفت که بله ماها اومدیم اینجا، حالا این خانم میاد میگه که من مثل دیگران تو پول تو پوست بره و اینا نمیام و مایی که شبی 100 دلار هم در نمیوردیم، حالا این خانم میاد یه دفعه یک تور میذاره 1,000,000 دلار نمیدونم برای بچه عقب افتادهش به این چیز میگه بیچاره، حالا بچه آقای محمود قربانی هم هست، هیچ که اسمش نمیدونه، همه میگن بچه گوگوش، اون آهنگ شکلات و اینا هم خون مالی نشه. خلاصه برای این خونه خریده، برای اون فلان خریده، شوره بهش حمله کرد. ولی باز برمیگردیم، شاهد از قید آمد و گفت بفرمایید. همین شوره خانم و برادرش هم اینا آشنا داشتن که رفتن. خب آقا خود من آقای هاشم سربی یا سربی به من گفت چرا میخوای بری هنرستان؟ گفتم چیکار کنم؟ گفت برو آلمان، نمیدونم اونجا اینقدر سال بعد میشی تکنیشن، بیا. بعدا ما فهمیدیم این که این ولده برای که تو شرکت چیز ساواکی بود و اینا، بعدا میخواستن بعد انقلاب بکشنش، از ترسش آب جوش نگه داشته بود که بریزه رو مردم و فلان اینها بماند. سوربی اگر من زود تولد پسرم چیزی نگم یا کادو روز تولد چیزی بعدها درباره من کتاب مینویسه، فرهنگ آمریکا. خب دوستان عزیز، ساعت 2:57 از در رابطه با نیلوفر سعی میکنم اگه بشه باهاش یه صحبتی داشته باشیم. بعد از چند سال فکر کنم 6-7 سالی میشه که ازش هیچ خبری نداشتم، ولی سابسکرایب هستم با ویدیوهاش، هر وقت ویدیویی میذاره میاد میبینم. اینم یه تبلیغ مجانی برای نیلوفر، چون استحقاقشو داره، استحقاق داشتن از کلمه حق میاد و اینها، و فکر کنم زن تنهایی هست، دختر داره و کار میکنه، خودش رو زندگیشو میچرخونه. اینایی که دو نفرن زندگیشونو به مشکل میچرخونه، اینایی که تنها هستن سینگل پرنت هستن واقعا تو تامز اپ، یعنی اوکی چی میگن، آفرین آفرین. دوستان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر قرار هست با آقای امیر حسین لادن باشیم و من اینجا باز نوشتم برنامه آقای حسن ارشاد ساعت 4 دو تا ویدیو قسمت 259 1 و 2. و قبل از اینکه من برم اجازه بدین یه در رابطه با دوستان بهایی و اینها هم، چون ایشون گفته که بیننده برنامه اون هست، ازشون هم تشکر کنم، هم اگه بتونم صداشون رو پخش کنم. بذارید ببینم با بله آها، خیلی ممنون، متشکرم، دوستان از برنامه قبلی دارن تعریف میکنن، ولی من دنبال صدای آقای مطلبی میگردم. ای داد بیداد، اون وقتها چقدر من اینا ردیف مرتب میکردم، پیداشون میکردم. حالا اتفاقا قرار بود برای آقای ارشادم بفرستم که فعلا نشد. دلیلش اینه که ما 2-3 رقم تلفن داریم، بعضی تلفن ها به صورت گوگل وایس میاد، بعضی هاش به صورت اتچمنت پیام میاد، اینه که من نمیتونم پیداشون کنم. حالا بذارید ببینم، گذاشتمش اینجا، فقط میخوام شما صدا آقای مطلبی رو بشنوید، احترامی هم باشه به این دوستمون. و اتفاقا خود این آقای مطلبی کسی بود که وقتی آقای ارشاد گفت آقا من میخوام بیام حرفی بزنم صحبتی کنم، من به اینا گفتم آقا برنامه‌های شما رو یه نفر دیده از ایران میگه من میتونم برنامه داشته باشم، و تلویزیون مردم همیشه میگه چرا نه، شما چی فکر کنید؟ گفت بله البته بیاد، خوشحال میشیم، البته بیاد خوشحال بشیم. بعد از 4-5 جلسه دیدیم آقا همه باهایا در رفتن دنباله همون فلسفه‌ای که سیستمشون مثل مافیا عمل میکنه. اگه یه روزی آقای دکتر ویژن یگانه باز تصمیم بگیره درباره سیستم مافیایی بیت العدل بهایی صحبت کنه، من با کمال میل در خدمتشون هستم. با هم بشنویم پیام 50-60 ثانیه‌ای آقای مطلبی از استرالیا. آقای سربی عزیز سلام، من مطلبی هستم، خوبید انشاءالله؟ در برنامه هفته پیش بود مثل این که فرمودید آقای حسن ارشاد
دوستان در برنامه شرکت کنم، در برنامه شما زنده شرکت کنم و سوالاتی بشه. اگر که دوست داشته باشید میتونید با بنده هم تماس بگیرید، میخوام با ایشون چند تا سوال مطرح کنم. بسیار ممنونم. چشم، باور کنید همون صبح تا پیام شما رو شنیدم، با آقای ارشاد به صورت فیسبوک پیام فرستادم و گفتم که آقای مطلبی میخوان به اصطلاح توی برنامه شما باشن، آیا شما هم حاضر هستید؟ ببینیم جواب چی میدن. سراغ آقای امیر حسین لادن و ببینیم که امروز چه چیزی از ایشون یاد میگیریم. من همیشه بهشون گفتم که خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم، بیشتر خوشحالم که برنامه داریم باهاتون تا به اصطلاح بتونیم بیشتر و بیشتر یاد بگیریم. اجازه بدید من تصویر ایشون رو بدم به سیستممون و با ایشون باشیم. و دوستان درباره برنامه‌های جدید ایشون در استودیوی جدید ایشون اینها اگر نظری دارید برای خود آقای لادن در فیسبوکشون بنویسید. به نظر من خیلی قشنگ، اون دوست مشترکون آقای اسکات خیلی قشنگ کار کرده و همه چیز ردیف اسم و اینها هست مال این بنیاد یا اندیشکده. بعد خود آقای لادن هم که از همه اینا زیباتر و هندسامتر اینجا هستن و با ما هستن. و اما قرار هست که ببینیم این پیروزی نسبی مردم که شکست و بی‌آبرویی رژیم هست معنیش چی هست. و بذارید من تصویرشون رو اینجا بدم، یادم رفته ببخشید، سلام کنم به ایشون رو بریم اونجا. امروز خیلی هیجان زده شده بودم، دور برداشته بودم آقای لادن، ببخشید. خب دوستان عزیز، در خدمت آقای امیر حسین لادن هستیم. به ایشون سلام میکنم، طبق معمول خوش آمد میگم، ازشون تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای لادن، نوشته شما دیگه اون وقتا میگفتم در گویا میخونم، حالا در چندین نشریه مختلف چاپ میشه و خیلی خوشحالم. این رو برای ما توضیح بدید که پیروزی نسبی مردم، شکست و بی‌آبرویی رژیم، تا بعد یکی دو تا پرسش و بعدم ماجرای کرونا در ایران رو با هم پی بگیریم. بفرمایید. درود بر شما، درود بر بینندگان تلویزیون مردم و بر هممیهنانمون. من واژه خیمه شب بازی رو به کار بردم برای این رای گیری و باورم اینه که در این خیمه شب بازی مردم آگاهانه به رژیم تو دهنی زدن. یعنی بخش عظیمی از مردم با عدم شرکت در این رای گیری به جمهوری اسلامی نگفتن. یه حساب سرانگشتی یا به قول معروف دو دو تا چهار تا که بکنیم از رای گیری های 30 سال گذشته همه رو جمع بندی کنیم، کاملا نشون میده که به طور متوسط 2/3 اشخاصی که واجد و شرایط هستن، یعنی حق دارن که رای بدن، اینها در رای گیری ها شرکت میکردن. این بار این تعداد 50% کاهش پیدا کرده، یعنی به جای 2/3 1/3 شرکت کردن، به جای 2 1. تازه این پس از تمام تقلبات و دوز و کلک های رژیم، اگر نه تعداد حقیقی از اون هم کمتره. این بی تردید یک پیروزیه برای مردم. رژیم اینقدر از عدم شرکت مردم وحشت کرده بود که دستپاچه شده بود و این دستپاچگی باعث شد که تقلبش مفتضح و مسخره باشه، یعنی به قول خودم کورم دیگه این تقلباتو میدید. اول کاری که کردن، یه خاطرتون باشه هفته گذشته بهش اشاره کردیم که گفتن شما نیاز ندارین که انگشتتون رو مهر کنین و بزنین و اون انگشت یه دو روزی پاک نمیشد و شما نمیتونستی بیشتر از یه بار رای بدی. این گفتن این بار لازم نیست این کارو بکنین که اینا به راحتی بتونن مزورای رژیم برن تو 10 جا رای بدن. بعدم اومدن پایان روز و 2 ساعت ازش کم کردن، اضافه کردن
که اینا بیشتر وقت داشته باشن با ماشین یه جا ببرنش رو به جای دیگه. اینو دربارش هفته پیش گفتگو کردیم. ولی اومدن علنن میرفتن توی بعضی از مناطق صندوق رأی رو عوض میکردن. مردم اونجا وایسادن دارن میبینن و فریاد میزدن چرا صندوق دست میزنی، چرا داری صندوق دزدی میکنی. یا اینکه رفتن توی خونه چند تا فرماندار و بخشدار صندوقای پیدا کردن که اونجا دارن پر میکنن، بعد میرن میذارن توی منطقه رأی گیری و خریدن رأی و ده ها گزارش دیگه که مردم خوشبختانه اینا رو همه رو ویدیو کردن. یعنی حکومت واقعا رسواتر شد و نشون داد که چقدر از خشم مردم وحشت داره. یعنی نتیجه این مسئله برای رژیم رسوایی و بی‌آبرویی و از دست دادن هر گونه مشروعیت و پایگاه مردمی بود. سپاسگزارم. بسیار ممنون. من با این نوشته و گفتهای شما دو سه تا اشکال بزرگ دارم. یکی این که شما میگید که این بار آبروش رفت یا این بار مردم شرکت نکردن. این فوری تو مغز من این شبهه رو به وجود میاره که یعنی دفعات قبل مردم شرکت میکردن و اینا آبرو داشتن و آیا اینا از بی آبرو شدن ترس و وحشت دارن. این یه مقداری به نظر من میاد که شاید من جمله رو درست متوجه نشدم. منظور شما اگه امکان داره برای افرادی مثل من اینو بیشتر توضیح بدید. آها ببخشید. میبخشید. خواهش میخوام من دوباره تماس بگیرم. یه تلفن اینجاست متاسفانه قطع نبود، داشت بوق میزد. خب الان داریم تصویرتون. بله ببینین شما متوجه باید... منظور من میشید که دیگه چرا اینجوری میگم؟ نه کاملا کاملا من فکر نمی کنم با هم چیزی داریم، مشکلی داریم، دیدمون یه خود متفاوته. برای اینکه باید یه حقایق رو پذیرفت. ما عادت داریم یه مقداری به خاطر خوشباوری ها اینا یه چیزایی رو نمیپذیریم. برای مردم، برای مثال اگر اینها پایگاه مردمی نداشتن 40 سال سر کار نبودن. اگر 30 میلیون نفر به فرض کنین این خاتمی یا به اشخاص دیگه رأی نداده بودن، اینا سر کار نبودن. یعنی پایگاه مردمی، نه اینکه حالا ملت ایران به اینها باور دارن، نه، ولی به اندازه کافی توشون با اینا هستن یا از اینا به اینها رأی دادن یا اومدن. این دیگه خودتون میدونین که اکثر همیهنانمون میگن نه، ما چون چاره‌ای نداریم ما بین بد و بدتر بد و انتخاب کردیم. اینو ما دارین سر خودمون کلا میذاریم، داریم یا به قول خودمون عوامی سر خودمون شیره میبادیم. مسئله اینجاست که نمیشه اینها رو همه رو ندیده گرفت گفت آره نه اینها رو ما نه قبول داریم نه رأی دادیم نه دنبال. نه، اینها رو بهشون رأی دادیم، اینا سر کارن. برای اینکه یه عده زیادی از ایرانی ها به هر دلیلی از اینا پشتیبانی کردن. ولی پس از 40 سال بالاخره دوزاری یه عده بیشتری افتاده و دیدن که انتخاب بین بد و بدتر انتخاب خوبی نیست. چرا ما نریم دنبال این که یک انتخاب بهتری بکنیم؟ یه چیز دیگه هم اینجا بود و اون این که از بیرونم اون کسانی که به خاطر خودشون و به خاطر مسائل دیگه سینه می زدن، اونا هم یه مقداری از تعدادشون یا از صداشون کاسته شد و یا به تعداد اونهایی که بر علیه رژیم واضح حرکت می کردن یه خود افسوده شد. ولی هر چی که بود داخل خارج با هم این بود که مردم از یک آگاهی نسبی برخوردار شدن، از یک بیداری برخوردار شدن و اومدن گفتن خب اگر ما شرکت نکنیم ببینیم چی میشه. و عدم شرکت یه فاجعه است برای این رژیم. یعنی تا حالا هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که یهویی 50% مسئله سقوط کنه.
فراموش نکنیم، من به این اشاره کردم دفعه گذشته، شاه زمانی به تزلزل افتاد که با هلیکوپتر رفت بالا، با چش خودش دید، با گوش خودش شنید. 2 میلیون نفر تو تهران میگفتن مرگ بر شاه. این من فکر میکنم شاید، حالا به قول شما اینا چقدر پررون چقدر بیابرون اونشو دیگه خاطرجم نیستیم، ولی شاید این اون پرکاه باشه که کمر شطور رو شکست. خب حالا این سال پیش میاد نتیجهش برای رژیم چیه؟ ها من فکر کنم که این پرسش برای هر ایرونی میهندوسی باید مطرح باشه که خب حالا چی؟ ما شرکت نکردیم و بیایم بگیم که زدیم تو دهن رژیم، حالا چی؟ من فکر میکنم که تمام تلاش ها و ترفندهای رژیم برای به پای صندوق رأی کشوندن مردم با شکست روبرو شده و اگر احیانا اعتباری و اعتمادی بوده از بین رفته، نقش براب شده. یعنی این شکست نشون میده که مردم از یک اراده آگاه، یعنی مردمی که آگاهن، مردمی که شهروندن، یعنی تصمیم میگیرن، داره اینو به نمایش میذاره. این خیلی مهمه. دیگه نمیتونیم بگیم نه مردم نمیفهمن، مردم نمیدونن. کسانی هستن که آگاهانه با بیدار دارن، هوشمندانه دارن گام برمیدارن. یه بررسی و نتیجه که میکنیم میبینیم که یک اقلیت آگاه و مصمم میتونه همه چیزو دگرگون کنه. یعنی بیشتر دگرگونی های کشورهای مختلف در جهان زاییده همینه. یعنی قدرت و توانایی مردم کارسازه. اون هم میهنانی که سرخوردن و هم شما بارها شنیدین، هم من و هممون شنیدیم و خوندیم که میگن ای بابا مگه میگه اینا رو از جاشون تکون داد، اینها چه قدرتی دارن، همه پولها در اختیار. نه، کاملا این توانایی وجود داره و ما میتونیم از اینا رو از جاشون تکون بدیم، میتونیم سرنگون کنیم. در زمینی که ما میهنمون با مشکلات عظیمی روبروه، این اولین بار نیست که ما چنین مشکلاتی داریم و با چنین مشکلاتی روبرو بودیم. خوشبختانه تمام این مشکلات انسانی و زمینیه، یعنی قابل حل و رفع و رجوعه. باید کوچکترین شکی و تردیدی نداشته باشیم که میتونیم، قدرت داریم، توانا هستیم که این کار انجام بدیم، یعنی رژیم از جا بکنیم. نیاز به ارتش و توپ و تانک نیست، نیاز به آمریکا و کشورهای بیگانه نداریم، بلکه نیاز به هم‌میهنانی داریم که میدونن صاحبان ایرانن، یعنی بخوام به خاطر خونهشون، به خاطر کشورشون، به خاطر زندگیشون گام بردارن. این بار به جای بت‌سازی و قهرمان پروری میخوایم بریم گرد یک برنامه مشخص و شفاف جایگزینی که بتونیم از این حکومت خدا سالار دیکتاتوری بریم به یک حکومت مردم سالار ملی. یعنی یک برنامه جایگزینی مشخص لازم داریم. منظور ما یا برداشت ما از برنامه جایگزینی مشخص، برنامه‌ای که پاسخگوی خواستهای مردمه، برآورنده نیازهای جامعه است و در حد توانایی‌های کشوره. حد توانایی کشور یعنی دنبال معجزه نیستیم. نمیخوایم هم بگیم همه چی رو میخوایم بکنیم گل و بلبل و توی جوبها عسل حرکت کنه. نه، در حد توانایی کشور میخوایم داده ها رو در اختیار همه مردم ایران در تمام نقاط ایران بذاریم. یعنی استانها رو توانمند کنیم که هر نوجوان، هر کودک ایرانی در هر جای ایران که هست به آموزش و پرورش برابر و یکسان دسترسی داشته باشه. کسی که نیاز به پزشک و دارو داره بهش دسترسی داشته باشه. و ما نیاز داریم به این که
هممیهنانمون شهروندانمون بدونن که از حق و حقوق شهروندی و طبیعی برخوردارن، یعنی حق انتخاب و آزادی دارن، حق دارن که سرنوشت خودشونو خودشون به دست بگیرن و کشورشونو خودشون اداره کنن. سپاسگزارم. بسیار ممنون. پس باید بگیم خواستن در حد توانستن. بله. این چون شما کلمه گام و همگامی رو در برنامه‌هاتون استفاده میکنید، خب در چنین موقعیتی گام بعدی چیه؟ همین گام بعدی از دید من و دید اندیشکده اینه که میبایستی هر کدوممون یک گام اول رو برای خودمون برداریم، یعنی بیایم با خودشناسی و خودسازی برسیم به درجه شهروندی، یعنی بی تفاوت نباید باشیم، حاشیه نشین نباید باشیم. نمیتونیم تو خونمون بشینیم از اونجا فتوا بدیم، دستور بدیم و اعتراض بکنیم از توی فرض کنید روی مبلمون نشستیم داریم یه چایی هم میخوریم، یا اینکه یه دیگه در خارج هستن فقط حرف بشو بزنن و هیچ گامی برای کمک به ایران و هممیهنانشون بر ندارن. یعنی میبایستی اولین قدم فقط در چارچوب خودمون، یعنی خودمونو از بیتفاوتی و کنارگیری بیاریم بیرون، نگیم ای بابا به من چه مربوطه، من از کارم از دستم چه کاری برمیاد. اون گام نخست. خب با تشخیص و با تغییر در خودمون ما تبدیل میشیم به شهروند. شهروند صاحب مملکت، یک مسئولیت هایی داره. اون شهروند حداقل باید بتونه خانواده خودشو، دوستای خودشو، اطرافیان خودشو روشون تأثیر بذاره. من یه دفعه توی یکی از گفتگوهایی که با هم داشتیم، فکر کنم در حدود یک سال پیش بود، گفتم من با دید و برداشت علی شریعتی اصلا همراه نیستم، ولی یکی دو تا حرفای جالب زده. یکیش یه مثال خوبی بود، میگفتش که تفاوت انسان با خیار و خربوزه چیه، و میگفت خیار و خربوزه تحت تأثیر عوامل محیطشون هستن، خاک و آب و آفتاب، و مثلا یکیش میشه خربوزه اصفهان، یکیش میشه خربوزه مشهد، یکیش زرد و مثلا عسلیه، یکیش سبز و فلان. میگفت انسان فرقش اینه که انسان به جای اینکه محیط روش اثر بذاره، انسان حقیقی کسی بگه که بتونه رو محیطش اثر بذاره. پس بنابراین من دارم در این مورد صحبت میکنم که ما وقتی میشیم شهروند، اولین و نخستین گاممون اینه که روی اطرافیانمون، خانوادهمون، دوستامون تأثیر بذاریم. این میشه گام دو. گام سه اینه که چند لحظه پیش اشاره کردم، به جای اینکه دنبال رستم و کاوه آهنگر و اینا باشیم، دنبال یک ایده باشیم، دنبال یک دید و برنامه باشیم، نه اینکه کی میاد ایران رو درست میکنه، بلکه چه برنامه‌ای، چه راهی میتونه کشورمون رو بسازه که وقتی اون شخص نباشه تفاوتی نداشته باشه. و وقتی شما شخص رو نداری، مردم شرکت میکنن. یه مسئله دیگه یه نفره نیست که برای میلیون ها نفر تصمیم میگیره و با این برونور شدن اون یه نفر همه چی متلاشی میشه. بسیار ممنونم از شما. بریم سراغ چیزی که هیچ کدوم دوست نداریم و اون کرونا. این ویروس کرونا و شیوعش که الان یه مشکل جهانی شده، یعنی دیروز هم هر چی ترامپ میخواست به اصطلاح این ور اون ور مردم رو بپیچونه، اون دکتری که باهاش بود، دیگران که بودن، اونا یه مقدار هم حتی جسارت کردن، چون با یه دیوانه مثل این کلمه جسارت رو باید به کار ببرم، چون یعنی شغلشون و اینا رو در خطر گذاشتن، و آمد جواب گفت که اصلا اینجوری نیست که تا یه دو ماه دیگه هم ویروسش، هم واکسنش درست بشه، هم داروش درست بشه و این میره که اپیدمی جهانی بشه. حالا صحبت اینه که چرا این ویروس در ایران گسترش پیدا کرد و چرا قربانیاش چند برابر دیگر کشورهای جهان هستن؟
حتما فکر کنم اینم باز از اون مسائلی که همه همیهنانمون الان در فکرش هستن و یا حداقل اگرم در اون منطقه یا در ایران نیستن دلشون اونجاست و فکرشون اونجاست. من میخوام چند تا مسئله رو که هممون ازش آگاهیم ولی فکر کنم الان در ذهنمون نگر همه نداشتیم بهش اشاره کنم، یعنی یه یادآوری بکنم که داستان از چه قراره. ببینین، ما به عقب افتاده ترین قشر جامعه یعنی ملاها میگیم علما. بعد همین علما الان 40 ساله که سوار ملت هستن، ولی فقط این 40 سال نیست، قرن هاست که اینها در آموزش و پرورش میهنمون نفوذ داشتن و دست داشتن و تونستن یک فرهنگ پوسیده و سنتی و مذهبی رو جایگزین یا داخل فرهنگ ایرانی بکنن. یعنی متن جامعه مذهبیه، متن مذهبی جامعه دچار کمدانی و خرافات و موهومات و عوامل غیبیه. این یکی از بزرگترین اشکالات شیوع کروناست. حالا اینی خود بازش کنیم، شما نگاه کنین که الان فصل زیارت اون آرامگاه در قوم حضرت معصومه و ده ها هزار نفر در حرم در یک ازدحام همینجوری چسبیده به هم حرکت میکنن. خب شما نگاه کن اگه ما بین اینا یه دونه مبتلا باشه وای به حال اون ده ها هزار نفر. و این مناسب ترین کانال برای شیوع ویروس کروناست و اتفاقا هممون میدونیم که الان قم، شهر قم و استان قم بزرگترین شماره قربانی ها رو داره و علتش دقیقا همینی که داریم میگیم. حالا یه بدبختی سوم هم داریم و اون این که جامعه روحانیت علنن، ببینین چی میگه، میخوام یه جمله رو براتون بخونم که یک آیت الله سعیدی، یه همچی آدمی که نماینده ولایت فقیه در استان قومه، اینو گفته. میگه حرم زائران را در مقابل ابتلا به کرونا حفاظت میکنن. خب ببینین چقدر ما بدبختیم. این اندیشه، این نوع تفکر متعلق به قرن حجره، متعلق به دوران بربریت، دوران جهالت، ولی این گفته این آقا از خودش نیست. یک تاریخ نویس مصری از قول پیامبر نوشته، میخوام این جمله رو براتون بخونم. میگه مکه و مدینه با فرشتگان احاطه شده است و بیماران و طاعون، میدونین که طاعون یه مرض بسیار کشنده بود برای قرنها، میگه مکه و مدینه با فرشتگان احاطه شده است و بیماری طاعون نمیتواند وارد آنها شود. ملاها تو ایران همینو کردن الگو، برفض مکه و مدینه رو یه خود گسترشش دادن که حرم معصومه و غیره هم شاملشون بشه. و این اون چه که ما واقعا همیهنانمون رو به شدت آسیب پذیر کرده دو طرف داره، حکومت ملاها و متن مذهبی جامعه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. شما دو تا موضوع گفتید که دوستان خوش سلیقه نوشتن که آقای لادن شما ماجرای علی شریعتی رو گفتید، مواظب باشید که مثل برنی سندرز که درباره فیدل کاسترو صحبت کرد مورد حمله دوستان قرار نگیرید. و یکی دیگه گفتید درباره فرشتگان که بهشت رو احاطه کردن، یه عکسی دیروز تو کامپیوتر بود که فرشتگان دارن از بهشت فرار میکنن. اگه اونو بتونن دوستان پیدا کنن بفرستن، منم در برنامه نشون میدم. خیلی ممنونم. درباره اینکه آخوندا اصلا راجع به کرونا صحبتی نکردن و
مسئلهش هم مسئله انتخابات بود. شما نظرتون چیه؟ آیا شباهتی بین حکومت آخونده و حکومت آخوند ترامپ اینجا هست؟ چون اینم به خاطر بازار و مارکت تقریبا همین کارو میکرد و حتی خبر نداشت که 14 تا آمریکایی برگشتن آمریکا، که میگن اگر میدونسته اینا رو تو همون ژاپن و اینور اونور نگه میداشته و حالا هم هی اصرار داره که هوا که گرم میشه این ویروس از بین میره. نظرتون درباره این که حکومت ها اینجوری به مردم خودشون ظلم میکنن، جایی که باید با اطلاع دادن، با گذاشتن وسائل به اصطلاح هم حفاظت که به اصطلاح مبتلا به این بیماری نشن، هم دارو و اینها، ولی کوتاهی میکنن، نظرتون چیه وقتی براشون انتخابات مهمه یا وقتی براشون مارکت و اقتصاد مهمه؟ حتما من کاملا با این دید و برداشت شما که حکومت ملاها و ترامپو میذارین در کنار هم موافق هستم و فقط اینجا نقش مذهب تنها نیست، نقش حکومت‌های خودکامه است، چون حکومت‌های خودکامه دنبال منافع خودشون هستن و وقتی شما دنبال منافع خودتی همه چیز دیگه فدای اون میشه و این کاملا من هم باش همراه هستم. و ببینین که این برداشت شما که ترامپ نمیخواست احیانا به مارکت لطمه بخوره، چون خب وقتی به اون بخوره به خودش هم لطمه بخوره، به خانوادش هم لطمه بخوره، آخوندام نمیخواستن مردم بدونن حقیقت چیه و نیان بیرون یا توی حرم نرن یا توی مساجد نرن و لطمه بزرگتر میشد. شاید یه هیچ کس شرکت نمیکرد، اون موقع چیکار میکردن؟ اینه که به خاطر منافع خودشون حاضرن هر کاری بکنن. من باز یادمه که توی یکی از برنامه‌های شما شاید یک سال و نیم پیش بود که گفتم آخوندها معتقد به سه چیز هستن: شکم، کیسه و تنبان. و این یک واقعیته، اینا براش خدا و پیغمبر و امامشون اونه. بسیار ممنونم از شما. و جالبه که هم اونجا مسئله انتخابات بود و پول، هم اینجا همینجور که شما میگی این زیارت رفتن و اینها، هم ایران به اصطلاح زیارت رفتن اینا مسئله پول و اقتصاد هست و هم انتخابات، یعنی کاملا اینا با هم مساوی هستن. دوستان از آلمان و فرانسه برای شما نوشتن، آقای آرمان یادم نیست آرمان نیکدل کجاست، ایشون نوشته که نظر جناب لادن در مورد دولت موقتی که شهرام و همایون با کنگرلو میخوان راه بندازن چیست؟ نمیدونم شما توجه میکنید اصلا به این برنامه های تلویزیونی و این جنبش هایی که هر روز از یه جا سر در میاره، یا نمیخوان کلن در موردشون صحبت کنید؟ نظرتون چیه؟ نه حتما، متاسفانه البته من این دوتا شخصیتی که ایشون نام بردن باشون آشنایی دارم، با سابقه شون آشنایی دارم. برای هر همیهنی که در راه آگاهی و نجات ایران، رهایی مردم و نجات ایران میخواد گام برداره، من هیچ مشکلی ندارم و تضادی ندارم. ولی اگر خاطرم باشه، یک اولین چیزی رو که در این چارچوب میبینم این دوتا شخصیت، هر دوشون توجه بیشتری دارن به سلطنت و من شخصا آینده ایران رو در دوباره سازی سلطنت نمیدونم و نمیبینم. غیر از اون، برای هر ایرانی که میخواد گامی برداره آرزوی موفقیت میکنم. بسیار ممنونم. ما قرار هست که با آقای فرزاد نیساری باشیم، ولی دلم نمیاد شما را همین جوری به آسونی از دست بدیم. اجازه بدید که این رو براتون بخونم که آقای اکبری نوشتن: آقای لادن، رژیم همزرنگ است، رژیم همزرنگ است و شرکت نکردن مردم در انتخابات رو انداخت گردن کرونا. ضمناً خانم طنازی هم میگن شرکت کردن یا شرکت نکردن مردم تأثیری بر ملا نداره، ملا قرن هاست که بر مردم تسلط داره و بدون رأی هم همچنان باقی خواهند ماند.
نظرتون در این دو مورد چیه؟ اصلا با این طرز فکر همراه نیستم. آسون ترین پاسخ بهش اینه که مصدق گفت تا دولانشی سوارت نمیشن. من باور دارم که مسئله دو طرف است، به هیچ عنوان یک طرفه نیست. وقتی راجع به عوام فریبی صحبت میکنیم دو طرف داره. عوام اون کسیه که میاد فریب و میخوره، فقط اون عوام فریب نیست که عوام میده، باید عوام هم وجود داشته باشه. اینی که ما هم سهمی داریم، نقشی داریم، و من اصلا با اینی که هم برخی از همیهنانمون فکر میکنن ما توانایی نداریم موافق نیستم. بسیار ممنونم. برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم. امیدوارم در برنامه های آینده شما رو بیشتر داشته باشیم و از خبرهای بهتری. کم کم بهار میرسه از راه و میخواستم درباره جنبش های چپ و راستی هم که شروع میشه صحبت کنم که فعلا وقت نیست. احتمالا هفته آینده ما شاید دو بار مزاحم شما بشیم. حتما، با سپاس. ممنونم از شما. دوستان عزیز، با آقای لادن بودیم و اگر شما هم صحبتی، سوالی دارید، نظری دارید، فیسبوک ایشون رو نشون دادم، صفحه فیسبوک و صفحه تارنما یا همون وبسایت که هست اندیشکده.net، میتونید از اون طریق با ایشون در تماس باشید و اگر سوالی یا نظری دارید درباره گفته های ایشون با خودشون صحبت کنید. اجازه بدید که بریم اروپا و با آقای فرزاد نیساری باشیم که دو هفته ما منتظر ایشون بودیم ولی ایشون در سفر بود و خوشحالم که حالا هستن تا با هم دیگه صحبتی کنیم. اگر یادتون باشه من از آقای نیساری ایراد گرفتم که یه نوشته‌ای روی فیسبوکشون بود به نام انتقام به اختیار. این درست مثل اون نوشته، مثل گفته چیز بود که آتش به اختیار، و من یه مقداری حقیقتش نگران شدم که اگر آخوند این حرف رو میزنه بعد دوستان ما هم این حرف رو میزنن، باید به خاطر این که صرفا دوستمون هستن هیچی نگیم، یا جا داره که اتفاقا چون دوستمون هستن ازشون بپرسیم منظورتون چیه، شاید با توضیحاتی که میدن این سوء تفاهم برطرف بشه. آقای نیساری، تصویر شما رو نداریم، اگر لطف کنید ویدیو رو هم اسایم کنید که ما ببینیم شما رو، یا میخواین شما به من زنگ بزنید؟ من فکر کنم شما هم تلفنتون روشنه. ببینید میگه که answering this call will place، ایشون داره با من زنگ میزنه، من دارم با ایشون تماس میگیرم. خب من حالا نه دیگه، دوتامون حالا قطع کردیم، من قطع کردم که این نتیجه اینه که شما وقتی اسکایپ داری میتونی رو تلفنت داشته باشی، رو آیپدت داشته باشی، ایشون تماس گرفت. بله، این اشکالا پیش میاد. آقا تصویر شما رو نداریم، ویدیوی شما رو آهان آمد، بسیار عالی، اتفاقا آینه داریم. چه خوب بود که این آینه پایین تر بود، شما رو میدیدیم دوبار میشد نور علی نور. خب اجازه بدین که من تصویر شما رو اینجا به دوستان بدم، به کامپیوترم بدم. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری هستیم. ایشون دو تا صفحه فیسبوک دارن، یکی فرزاد نیساری که فکر نمی‌کنم هیچ کسی در نوشتن اسم ایشون اشتباهی بتونه انجام بده، حتی اگه بخواد، اینقدر ساده است. دوم فرزاد نیساری دوستان. من خودم هر وقت برای ایشون چیزی میفرستم، برای هر دوش میفرستم که به اصطلاح مطمئن بشم به دستشون رسیده. آقای نیساری، من اول برنامه ها معمولا میگم چه خبر از ایران، حالا با این ماجرای کرونا شما با ما بگید که چه خبر از ایران، چه خبر از دنیا، انتخابات چی شد و آیا امیدی هست که با شرکت نکردن یا شرکت کردن مردم، آخوندها هم مثل شاه متوجه بشن که مردم شما رو نمیخوان، یعنی مردم آخوندها رو نمیخوان و برن دنبال کارشون، یا به قول این دوستان اینها سالها بودن و سالها هم خواهند مون. نظر شما چیه؟ بفرمایید، من ساکت میشم و گوش میدارم. حالا صدا نداری آقای نیساری، بذارید ببینیم صحبت کنید الان. نه هنوزم نداری. بله، این اسکایپ هم باز یه مشکلی که داره
وقتی روشن میکنید باید بدونه از چه میکروفونی و از چه دوربینی میخواین این دفعه استفاده کنید، به جای اینکه خودش اتوماتیک این کار رو انجام بده شما باید بهش بگید. میخواین دوباره زنگ بزنید، من قطع میکنم، زنگ بزنید و امیدوار باشیم که این بار میکروفون هم وصل بشه. این یکی میدونید برنامه زنده محاسنات زیادی داره، چون همون موقع که طرف اونجا نشسته شما هم میبینی و باهاش صحبت میکنی و فل بداهه و اشکالات هم زیاد داره. یکی از اشکالاتش اینه که ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا ارتباط شما برقرار بشه. میشه یا نمیشه؟ آقا ببینیم میتونیم این بار با شما باشیم یا نه. بفرمایید. نه صدا بازم نیست. دست به میکروفونی چیزی بزنید، اون سه تا خطی که سمت چپ هست اگر روی اون کلیک کنید بعد میبره شما رو توی منیو، اونجا توی ویدیو ستینگ و آدیو ستینگ این کار رو انجام بدید و دیگه ستش هم کنید که دفعه دیگه از همینجا باشیم با شما. بذارید ببینیم، میخوایم من از این ور زنگ بزنم. حالا دیگه بستم حسابی اسکایپ رو. اون وقتا اسکایپ وقتی ازش زیاد استفاده میکردی بعد یه کمی اذیت میکرد، قطع میشد. حتی فیسبوک اولی که اومد به شما میگفت 30 دقیقه، بعد میگفت 1 ساعت و نیم، بعد حالا دیگه از صبح تا شب میتونی روشن نگهش داری. ببینیم تماس این بار صدا اینجا خوبه ولی من این اشکالو. الو؟ نه بازم صدا نداره. آقا تلفنی ندارید که روشن باشه با اسکایپ، یا کامپیوتری که اسکایپ روشن باشه اونا ممکنه گرفته باشن اون میکروفون. به نظر میاد که ایشون دارن اسکایپ رو روی دستگاه دیگه ای، باید اونو خاموش کنه. الو؟ نه بازم صحبت نه، من صدای شما رو ندارم. آها یه چیز دیگه هم اینه، بعضی از این ستینگ ها یا ادجستمنت ها یا گزینه ها رو وقتی انتخاب میکنید اینجوری نیست که بهش بگین خب حالا میکروفونم دادم بهت کار کنه. این اشکال خنده جوک هم هست برای بیل گیت. همه این چیزا بعض وقتا باید حتی خاموش کنی و روشن کنی. حالا اینا که خوبه، یه پروگرام کامپیوتر که خاموش روشن میکنی 1 میلیون 2 میلیون برنامه و فایل و فولدر و اینا هست. خب ببینیم یه بار دیگه ببینیم چی میشه. با دوستان از کانون آوا قبل از برنامه تماس میگیرم، ولی با دوستانی که در حین برنامه باشون تماس میگیرم متاسفانه این آقا بفرمایید این صدا هست؟ نه خیلی عجیبه که حالا مال ما امتحانش پس داده، چون هم قسمت اول با دوستان بودیم از آلبانی، هم قسمت دوم با آقای لادن بودیم تو آمریکا. ولی من پیشنهاد میکنم، من قطع میکنم، شما اون چیزها رو خاموش کنید، یه خاموش روشن هم کنید، از همینجا به ما زنگ بزنید. بله بله. خب چی بگم براتون، آقای حسنی مبارک هم از دنیا رفت، خوب بد هرچی بود تموم شد و عروسی مجانی. یه شرکتی فکر کرده حالا که فردا میشه 2/29، اینجا ببینید اول ماه رو میگن 2/29، گویا 229 تا زن و مرد، امیدوارم عددش اشتباه نگه، قراره اینا رو ازدواج براشون مجانی انجام بدن. یه جایی گفتن بیاین، مابعد 500 600 دلاری که پول خطبه و اینا میگیرن 229. بعد طرف میگه که این خیلی جالب میشه، اولا اینا به جایی که هر سال جشن عروسیشون رو بگیرن هر 4 سال میگیرن، بعدم خانمه با آقای میگه که مردشور قیافت رو ببره، اگه این مجانی نبود فکر کنم هیچ وقت نمیمدی ازدواج کنی. اینم یه ماجرا. و دیگه چی براتون نوشتم؟ کرونا رو بزرگ نوشته بودم که صحبت شد، درباره نیلوفر خانم صحبت کردیم که اگر بیننده برنامه هست اگه دوست داشته باشه یه روزی با هم گپ بزنیم. و به ایشون من پیشنهاد کردم که شما کامنت ها رو خاموش کن، قشنگ برنامه رو اجرا کن، اونایی که کار دارن از طریق ایمیل از طریق وقت فیلتر کن. ببینید الان مثلا ایمیل
من دو تا ایمیل دارم، یه ایمیل شخصی دارم، یه ایمیل بیزینسی دارم. تلفن دو تا دارم، یه تلفن دستی دارم، یه تلفن 202 اینو دارم. اینجوری یه فیلتر میشه، راحت میشه. به چند دلیل. اولا کسانی که میخوان زنگ بزنن به تلویزیون، وقتی من رانندگی میکنم، من هر روز مریلند بودم نزدیک پنسیلوانیا، به من زنگ میزنه که آقای سوربی من میخواستم یه چیزی به شما بگم. میگم خب بگو. نه میخواستم یه وقتی با هم دیگه. میگم بابا من که اینجا هستم، اونجوری تلفن پیام میزنه ما صحبت کنیم. خب به نظرم یاد خاموش روشن کردن این کامپیوتر آقای نیساری هم لابد مثل ما ایشون هم فایل و فولدر و اینا زیاد داره. خب ما بیاییم فعلا تاریخ رو گذاشتیم، افکت 3 براتون اینفورمیشن اینفور هم بذاریم، شماره تلفن هم بذاریم. از همه مهمتر، شوخی هم نمی کنم دوستان، این پیپاله، paypal.me/ یا ممیز مردم تیوی. دیگه از این ساده تر نمیشه. حمایت کنید. Did you see clip about corona mask I send you or busy with program؟ احتمالاً بیزی بودم. هم میدونید که وقتی برنامه دیگران دارم، هم پری پروداکشن دارم، هم پروداکشن دارم، هم پست پروداکشن. مثلا بعد از برنامه باید ویدیوهای دوستان رو بفرستم، روی یوتیوب قرار بدم. اینه که روزای جمعه باورتون نمیشه، من از 7 صبح که شروع میکنم تا 5 عصر، یعنی 7 تا 10 ساعت قشنگ مشغول اینم. وقتی هم دیگه تو این سن و سال 10 ساعت چشمت به مانیتور باشه و گوشت به رادیو تلویزیون و اینها، دیگه 5 که شد میلر لایت که هیچی، تکیلا میلر تایم، ببخشید تکیلا تایم میشه. اینم از این. یکی میگفت که نماز جمعه رو تعطیل کردن، بسیار کار خوبی کردن، بسیار ازشون ممنونیم. حالا که میگن ماسک گیر نمیاد، مواد ضد عفونی گیر نمیاد، آقا این کاباره ها و عرق فروشی ها رو باز کنید، بذارید مردم برن خودشون ضد عفونی کنن. از همه بهتر آقای پتیک آمده و یک چیزی فرستاده، اینو بتونم پیدا کنم به شما نشون میدم تا خبری از آقای اول، آقای نیساری. الو آقای نیساری، الان هنوز ویدیوتونم. الو، نه آقا مشکل از این چیزا بالاتره. میخوایم با تلفنتون زنگ بزنید، با تلفن اگه اسکایپ دارید، یا اگر میخواین با تلفن تماس، به اصطلاح با همین اسکایپ از طریق تلفن، اینجوری بذارین شکم دورتر روی کتابی. من چیزی نمیشنوم اگه شما صحبت میکنید، باید بنویسید تا من متوجه بشم. اوکی، میگن یه لحظه دوستان. بله، حالا تا ایشون مشغوله من براتون اینا رو بخونم. میگه کرونا اول رفته قم زیارت، بعد رفته گیلان سیاحت، بعد رفته تهران تجارت، حالا هم که خبر مرگش اومده شیراز استراحت. این پتیکم از هر طرفی میره به ما شیرازی ها یه متلک میپرونه. الکل آزاد شده، نماز جمعه ها تعطیل شده، زیارتگاه ها بسته شده، مراسم اعتکاف کنسل شد، چند روحانی در قم فوت شدن، کم کم داره از این کرونا خوشم میاد. خب ببینیم که نوشته بعدیشون چیه. میگه کی فکرشو میکرد تو ایران الکل توزیع کنن دم خونه ها؟ کاش چیپس و ماس هم بدن که دیگه نخواهیم بریم بیرون. و میگه اونقدر مایعات خوردم الان کروناهای بدنم دارن با قایق موتوری اینور اونور میرن. دوستان میدونید چند سال پیش هی به همه میگفتن 8 لیوان مایعات بنوشید، 8 تا 8 اونز 64 اونز. بعدن آمدن گفتن بابا اشتباه بوده، چون شما هندونه که میخوری آب داره، میوه دیگه که میخوری آب داره، خوراک که میخوری آب داره، و این مایعات اینجوری نوشیدن. الان ببینید دوباره شما داری از یه جای دیگه به من زنگ میزنید، همین اشکاله. باید یه جا قطع کنید، یه جا زنگ بزنید. بذارید من این جواب بدم اگه اینجا صحبت بشه. الو الو، صدای منو میشنوید؟ آها، این من فکر کنم مشکل شما رو فهمیدم. شما 2 جا اسکایپ دارین، من حتی به خاطر این از یه جا برش داشتم که این اشکال پیش نیاد، ولی جای خرسندی است که
با شما هستیم. اتفاقا با آقای مانی خورسندی هم امروز صحبت کردیم. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری هستیم. این بار هم صدا داریم هم تصویر داریم و همون هم بد نبود. یادتونه این عکاسای شیراز از بغل عکس میگرفتن؟ من یادم پسرم هم همشون اینجوری دم عکاسی ها با ساعت عکس گرفت بودن. اونجا ما پروفایل شما رو داشتیم. دوستان عزیز، من ساکت میشم و در این 15 دقیقه ای که باقی مونده، حالا چند دقیقه هم دیرتر بشه، ما با آقای حسن ارشاد یه جوری به اصطلاح از دلش در میاریم. بفرمایید آقای نیساری از اوضاع و احوال و جریانات. و اون سوال منم که چه فرقیه بین آتش به اختیار آخونده و انتقام به اختیار شما و دوستان؟ بفرمایید. بسیار. با درود مجدد بر شما و بینندگان گرامی و با درود بر همیهنان گرامیم، با درود بر استادان و معلمینی که به من درس زندگی آموختند و با درود بر فرزندان بی سر و پناه ایران که دست و روی همه آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی در خدمت مردم ایران. خب بریم سر اصل مطلب. چند مسئله رو شما عنوان کردید. اولش مسئله انتقام هست. ببینید، هر گردو گرد است، هر گردی گردو نیست. ضمناً هر چیزی مکان و زمان مناسب خودش رو داره. بایستی ببینیم ما در حال حاضر در چه موقعیتی با رژیم جمهوری اسلامی هستیم. رژیم جمهوری اسلامی رو من یک رژیم فاشیستی به حساب میارم، نه یک رژیم دموکراتی که سر کار اومده با انتخابات آزاد به اصطلاح دموکراسی آورده، به مردم حق رأی و زندگی و بالاخره هر چیزی که هست داده. و بنابراین با یک فاشیست نمیشه با اثر دوستی برخورد کرد. مسئله ما انتقام بعد از شکست رژیم جمهوری اسلامی نیست. بحث ما این است که آقا همون جوری که به اصطلاح دموکرات خواها و مردم آزاد دنیا بر علیه فاشیسم هیتلری ایستادند و نمیشد که نایستند، چون هیتلر شوخی نمی کرد، فاشیست شوخی نمی کنه، میگیره میکشه، تجاوز میکنه، از بین میبره، هلاک میکنه، با یک همچین کسانی بایستی برخورد کرد. بنابراین در زمان جنگ مسئله ما شوخی نیست. حالا شما اسمش رو هرچی میخواید بگذارید، داریم می جنگیم، میخوایم انتقام بگیریم، اومدی یک نفر از به اصطلاح مردم رو کشته، میریم یک نفر از اون رو از بین میبریم. این جنگ رو در رو است. به اصطلاح ما ایرانی ها در جنگ کسی حلوا پخش نمی کنه. حالا بحث این است که عده در میان میگن که خیر آقا مبارزه بایستی مدنی باشه، مسالمت آمیز باشه، نمیدونم بایستی اعتصابات صرفا باشه. ما به همه اونها موافق هستیم، از همه اونها هم دفاع میکنیم. برای این که صحبت ما این هست، هر کس به اندازه توان خود از سنگ ریزه گرفته تا چکاندن ماشه، اما تا عمل نشه عکس العملی انجام نمیشه. تا در مقابل این زور زور نباشه هیچ تغییری ایجاد نمیشه. ما نمیتونیم با زور یک جانبه رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ساکت بنویشینیم و فقط به مسئله عملیات مدنی بسنده کنیم. حالا من میتونم مثالهای گوناگونی برای شما بزنم، ولی خب به درازا میکشه. بس در این است که با اینها بایستی همون جوری که برخورد میکنن برخورد کرد و سنگینتر هم بایستی برخورد کرد و این به مرور زمان سنگینتر هم میشه. برم بر سر مسئله این که این رو چجوری ما بس میکنیم به مسئله انتخابات. ما از همون به اصطلاح دوره‌های اول میگفتیم که اینها در انتخابات دست میبرن و همش تقلب هست. بنابراین فرقی برای ما نمیکنه که هم بگن همه مردم رفتن پای صندوق یا رأی دادن، یا همه مردم هیچ کس نرفته پای صندوق و رأی نداده. شما اگر روی حتی درآمد 400 مثلا هزار بشکه‌ای این رژیم حساب بکنیم در روز، حالا اینها رو به هر صورتی که میخواد بفروشه، و اینها رو تبدیل به دلار غیره بکنیم و بگیم این درآمد این دولت هست، این رو بگذاریم کنار، بعد بیایم به نیروهایی که به اصطلاح نیروهای شکننده مردم هستن، نیروهای به اصطلاح سرکوبگر مردم هستن، تعداد اینها رو هم بشماریم که برژیمی هستن بگذاریم کنار، به درستی میتونید ببینید که آقا این رژیم میتونه هنوز سوار خر و الاغ بشه، مردم رو 1400 سال دیگه هم ببره عقب و سالها با همون یه قرون دوزاری که از پول نفت در میاره هزینه اینها رو به اصطلاح نیروهای سرکوبگر خودش رو بده، مردم رو هم به حال خودشون رها کنه، کما اینکه کرده. یعنی در عرض چند سال گذشته
به وضوح برای مردم روشن شده که آقا این رژیم، رژیم مردمی که بخواد کار برای مردم بکنه نیست. حالا درگیری ها رو ما بایستی بیشتر کنیم. انتخابات شد، در این انتخابات اومدن باز از دوباره بر اساس سالهای گذشته تقلب کردن. شما نگاه کنید به مسئله مثلا خود جمعیت تهران. جمعیت تهران 7 میلیون هست. اگر این رو درصدی حساب بکنیم از کل جمعیت مثلا ایران که قابلیت رای دادن داشتن، یک جمعیت حدودا میشه 10 تا 12 درصد، یعنی 10 تا 12 درصد مردم تهران میتونستن رای بدن. اینا اومدن گفتن که خودشون اعلام کردن که آقا از تعداد رای دهندگان در داخل تهران ما 25 درصد نتونستیم بیشتر بگیریم. یعنی از 12 درصدی که از 58 میلیون میشد 7 میلیون، در حقیقت 25 درصد 12 درصد یعنی 3 درصد مردم ایران اومدن رای دادن. حالا رای اینها چی هست؟ اینها به درست یا به دروغ باشه یه بحث دیگری است. آقای نیستاری ببخشید، چون عدد میگید یه کمی باید آهسته تر بگید تا بنویسیم. شما رو تهران دارید میگید یا رو کل ایران؟ اگه یکم اینا رو دوباره بگید و آهسته تر تو ما بنویسیم ببینیم. ببینید، اینا اعلام کردن که تعداد رای دهندگان درون ایران 58.5 میلیون هست، جمعیت تهران 7 میلیون مثلا 200,000 نفره، حالا بگیم 7 میلیون. خب این جمعیت تهران به نسبت به جمعیت کل ایران میشه یک چیزی نزدیک 12-13 درصد. 7 به 80 که نمیشه. خب حساب کنید، شما 7.2 میلیون جمعیت دارید، بخش بر 58 میلیونش که بکنید، شما گفتید جمعیت ایران. ببینید همینجا بود که من فکر کردم یه چیزی رو. جمعیت ایران که میتونه رأی بده، کل جمعیت ایران 81-82 میلیون. حالا درست شد. پس 7 میلیون رو تقسیم بر تقریبا 60 میکنید، 58 خورده، چون اونجا گفتی جمعیت ایران و من دیدم که اینجوری نمیخونه. بله بفرمایید. جمعیت رای دهندگان 58.5 میلیون هست. اینا اومدن گفتن که آقا حالا حساب بکنید جمعیتی که مردمی که در تهران هستن 7.2 میلیون هستن، درسته؟ رای دهندگان، یعنی بودن... اجازه بدید، رای دهندگان یا جمعیت کل تهران؟ جمعیت کل تهران هست 7.2 میلیون، اینو بخش برای 82 میلیون که بکنیم میشه 9. میشه 9 درصد. نه 9. این 9 درصد رو بگیم از 58.5 میلیون آدم که میتونستن رای بدن میشه 5. خیلی حسابا ببینید، یعنی چقدر میشه از تهرانی هم میتونستن رای بدن؟ 10 درصد. آقای نیستاری، کاکو جون، من فکر کنم شما بهتر باشه یا همه رو تعداد رای دهندگان حساب کنید یا همه رو تعداد جمعیت حساب کنید، چون این من رو یاد معمای خیام میندازه. 3 تا 9 تومن داد این ور اون ور، بعد 30 تومن بود. میدونی شما شیرازی هستی، منم شیرازی هستم، زبون هم خوب میفهمید. من فکر میکنم این یکی اجازه بدید، یکی دیگه درباره انتقام. و ببینید من وقتی خوندم، باز این خوبه، چون مثلا اگه شما تهرانی بودی طرف میگفت نه آقا تو شیرازی هستی، متوجه نشدی. ولی من شیرازی هم، شما هم شیرازی هستی، منظور انتقام رو میفهمیم، منظور مبارزه مسلحانه رو میفهمیم، منظور اعتصابات حتی مسلحانه رو میفهمیم. تو هنگ کنگ از مسالمت آمیز تبدیل شد به مبارزه مسلحانه، ای که یه طرف چتر بود یه طرف آتیش و گلوله و اینها. شما وقتی مینویسی انتقام، بعد نمیتونی بگی منظور من انتقام بعد از ماجرا نبود، و این اسمش انتقام نیست که، این اسمش تظاهراته. ولی چون اینا حیوان هستن و وحشی هستن، بله شما درست میگه، من هم میخوام برم به جنگ خرس، اتفاقا فردا پس فردا میرم، چون خرسا هم خواب بودن، حالا ممکنه بیدار بشن، گرسنه هستن، با خودم اسلحه میبرم، چوب میبرم، میدونید اینو قبول دارم. ولی شما چرا چوب میبرید آیه سوربی؟ شما چرا چوب میبرید؟ برای که خرس حمله میکنه، منم چوب میبرم. خب اگه خرس به شما حمله نکنه، شما چوب برمیدارید به خرس حمله میکنید؟ نه، اگه شکارچی باشم، بله اینجا خیلی ها هستن با تفنگ میرن شکارم میکنه، سالی یه دو تا خرس میزنه. بله آفرین. بنابراین اون کسی که با خرس در میفته دو نوع هست، یا کسی هست که میره شکار میکنه
یا کسی هست که خرس اومده زدتش، حالا میخواد بره برگرده جواب خرس رو بده. بله. اگر زورش رسید همون آن میزنه، اگر زورش نرسید باید بره یک وسیله چیزی پیدا کنه برگرده بزنه، بیاد انتقامش از این خرس بگیره. آن نیساری کاکو جون، این مثال خرس، اگه بزنی، اگه خرس یه بار به من بزنه دیگه از اون ورا نمیرم. ببینید مسئله اینجا بازی با کلمات نیست. مسئله این هست دوستانی که این برنامه رو میبینید، مسئله این هست هموطنان ما، مسئله این هست هموطنان ما، مسئله ما بازی با کلمات نیست. بله. مسئله ما این هست، اگر این رژیم اومده و از ما کشته و از ما کشته و از بین برده، فرزندان ما رو گرفته، بنابراین ما نیازی به این که آقای سلطنت طلبه یا آقای نمیدونم ملا طلبه یا هر کسی دیگر خودفروخته ای از به اجنبی بیاد به ما بگه آقا حرکت کن یا حرکت نکن نداریم. حداقل شما بایستی بری انتقام خون خودت رو از اینها بگیری تا زمانی که ما دموکراسی ایجاد بشه و بتونیم با حاکمیت قانون با اینها برخورد کنیم. ما هم همزمان حرکات به اصطلاح قهرآمیز خودمون رو با اینها ادامه میدیم. بحث ما بحث اینی که بشینیم که آقا واژه انتقام درست است یا واژه انتقام درست نیست نیست. اگر اومدن از شما کشتن، بر شما واجب هست، حالا من نمیگم اسلامی، بر شما واجب هست که شما هم برید و از اینها انتقام خونتون رو بگیرید. دندان در مقابل دندان، چشم در مقابل چشم. آقا این چشم در مقابل چشم میگن آقای سرمیسار، میگن چشم در مقابل چشم، اگه اجرا میشد الان همه دنیا کور بودن. بله اونا رو بگذارید بگن، هر کی که میخواد بگه. اون کسی که بچهش در زندانهای این رژیم نشسته، بچهش زیر زجه و ناله و ناخونش رو میکشن، انگشتش رو میبرن، پاش رو میبرن، جز این کسانی نیست که مثل من شما توی به اصطلاح دفتر خودش گرفته نشسته و نهار و شام همه چیز جلویش گذاشتن. این چیزا درست نیست ما همچین برخوردی بکنیم با مردم. مردم بایستی برن حق و حقوقشون رو بگیرن و همون جور که 200 سال گذشته در فرانسه درهای زندانها رو کوبیدن، در ایران هم درهای زندانها رو بکوبن، اگر شد لازم شد یک انگشت یه پای یک چیز هم بدن بچه هاشون رو بکشن بیرون. ما هم از جزء همون مردم هستیم. ولی جزء از اینها آقای سربی، هر کسی نسبت به دیده خودش، هر کسی در به اصطلاح توان خودش، هر کسی که جرأت میکنه و بره بیرون و با اینها در بیفته باید بره در بیفته. ولی ما همیشه گفتیم نه فدایی نیاز هست نه شهید نیاز هست، با جستن به مردی، زدن به مردی، جستن به مردی. بحث ما این هست، ما نمیگیم بریم جان و مال و خودتون از بین ببریم، میگیم بزنید که بتونید بازم درید از دوباره برید بزنید. یک بحث دیگری که ما همیشه کردیم این هست، من همیشه این رو گفتم، آن کس که با شمشیر میکشد سرانجامی بجز روبرو شدن با شمشیر ندارد. این هم در رابطه با دشمن من صحیح هست، هم در رابطه با خود من. اگر هم من امروز با در زمانی که جنگ هست با هر اسلحه‌ای که دستت اومد میکشی، ولی زمانی که پیروز شدی اگر با شمشیر با مردم مواجه شدی، اگر هر کسی که صدای دادخواهیش بلند شد تو خواستی با زور خفه کنی، با همون وسیله هم خودت از بین خواهی رفت. بنابراین پس از پیروزی حاکمیت قانون هست، تا قبل از پیروزی به هر طوری که تونستی باید ضربه بزنی. حالا میخواید اسمش رو بگذارید انتقام، میخواید بگید انتقام اشتباه هست، مبارزه مسلحانه هست. آقا بحث من این هست، من بی سواد، این حالا شده صحبت اون روزی اون دوستمون که اومده بود میگفت فارسی تو درست نیست، این بهتره بره نمرات فارسی من رو نگاه کنه. بله. میگفت فارسی تو درست نیست. منتها خیلی جالب بود که پس از این که توهیناشو به من کرد و رفته، هفته بعدش اومد دقیقه شما رو چسبید. بحث ما این چیزا نیست، بحث ما این هست که آقا ما در بزنگاه تاریخی بدی قرار گرفتیم آی سوربی. این بزنگاه تاریخی بسیار خطرناکتر از 1357 است. شما نمیدونم در رابطه با بیماری هپاتیتس، نمیدونم کنم در ایران بهش میگیم هپاتیتس. بله. شنیدید چیزی یا نه؟ فکر کنم یرقان میگن نه؟ نمیدونم به فارسیش چی میشه، ولی این بیماری هپاتیتس بیماری بسیار یکی از عجایب هست، در چند نوع گوناگون هست و این در بدن ممکنه سالها بمونه و رشد کنه و سر بزنگاه با عملی و یا عکس العملی از بدن یک دفعه خودش رو ظاهر کنه و میتونه بسیار کشنده باشه و در موارد بسیار بدی خلاصه آدم رو هم از بین میبره و هلاک میکنه، مثل مننژیتیس و این چیزا هست، مننژیت. حالا سیاسیون ما هم
در رابطه با به اصطلاح اجنبیان ما گرفتار همین هپاتیتیس های سیاسی هستیم، یعنی کسانی که زمان انقلاب به اصطلاح 1357 جزء مخالفین رژیم بودن، از 1357 در بدن به اصطلاح پرورانیده شده دست اجنبی رشد کردن، اومدن به اینجا تلاش کردن که در عرض 40 سال گذشته اون نسلی که سلطنت پالانی رو میشناخت و میدونست که زور و به اصطلاح عدم آزادی سیاسی چی هست و ایستاد در انقلاب 57 شرکت کرد که بعد گولش زدن و دزدیدن انقلابش رو، وقتی که اون نسل از بین رفته این هپاتیس های سیاسی بزنن بیرون و از دوباره دادی بیداد سلطنت طلبه و غیره رو راه بندازن، برای اینکه جوانی که سال 1358 مثلا یک سال بعد از انقلاب به دنیا اومده خبری از گذشته نداره، نمیدونه که شاه چه کار کرده چه کار نکرده جز اون تبلیغاتی که اینها بهش دادن، و چون اینها دروغگو و فریبکار و نمیدونم آدم کش هستن، اون جوان هم فکر میکنه که آقا تمام چیزایی هم که در رابطه با پالانی ها به اینها گفتن دروغ بوده، بنابراین این هپاتیس ها از خواب بیدار میشن و یک بار دیگر در بزنگاه تاریخ در انقلاب بعدی از دوباره همون جور که خمینی رو دست به اصطلاح آوردن سربار ما کردن، این بار هم کسان دیگر رو میارن سربار میکنن. من خیلی برام تعجب نداره یکم چیزی، برای اینکه تاریخ ایران رو به چشم خودم دیدم و با زندگی خودم لمس کردم این دربدری ها رو. ولی شما حساب کنید کسانی مثل آقای میلانی، کسانی مثل مثلا آقای ایرج مصداقی، کسانی مثل این آقای چی بهش میگن تلویزیون میهن از چی هست، یا آقای وفا یغمایی، اینها کسانی هست که سالها مدعی مبارزه، مدعی بر علیه فلانی بودن، چپ بودن، وفا یغمایی که مداح رجوی بوده، اون اصلا حرفش نزنیم خیلی بهتره. ضمناً اجازه بدین دوستمون آقای سعید نوشتن که چون شما میدونم انگلیسی می‌نویسید، بعضی وقتا نوشتن according to Mr. Naysari two wrong make it right، یعنی دو تا کار غلط درست میشه. ضمناً ایشون با فارسی هم نوشتن آقای نیساری شما اگر یک قاتل را هم بدون محاکمه بکشی جرمتون قتل است و شما قاتل هستید، حالا شما هر جور میخواین رنگش رو عوض کنید و به قول خودتون با اسم و این چیزا که به من میگی چیز کنید. اینا نظر من به نظر میاد که دوستان ایشون نظرشون، ببینید باز میگم که بایستی در زمان نگاه بکنید، بنابراین به نظر ایشون اون به اصطلاح فاشیست گشتاپوی آلمانی که مردم رو میزش جلوی به اصطلاح دیوار و اعدام میکرد درست و نادرست، که خب قاتل بود، پارتیزان های فرانسوی که برای آزادی مملکتشون به اینها حمله میکردن، اونها همه قاتل هم. میشه همچه چیزی؟ اجازه بدین بگیم که فرضیه شما درست، من سوال میکنم، اجازه بدید، من میگم قبول دارید، ایشون درست هست که دو نادرست درست نیست. ببین میگم شما روی فیسبوک نوشتید، بعدم توی برنامه سوربی با هم بحث کردیم، ما قانع شدیم، من و سعید هر دومون هم فرهنگی، این فرهنگ آمریکا، منم فرهنگ ایران، کارمون رو ول میکنیم، اسلحه برمیداریم میریم این قاتلا این جانیا رو میکشیم. یکی از اینا مثلا آیت الله حائری مال شیراز، من آیت الله حائری رو میکشم، فردا به من بگین بچه های حائری چه فکری میکنن درباره قاتل پدرشون؟ هر فکری که میخوان بکنن. اوکی ممنونم، خب آفره. من ساکت میشم. ببینید آقای سوربی، من از جانب خودم حرف نمیزنم، من از جانب 80 میلیون آدم حرف میزنم که زن و بچه هاشون رو اینها اومدن گرفتن توی زندان دارن تجاوز میکنن. نه شما یه اشتباهی که میکنید، آقای حالی که سهله از اون بزرگتر از اون کچکترشون من گفتم بایستی حلب کنید، بایستی از بگید زندگی رو به اینها تنگ کنید. آقای نیساری ببین عزیز من، شما میتونی ویدیو پر کنی 15 دقیقه صحبت کنی، منم پخش میکنم بدون اینکه یک کلمه راجبش صحبت کنم، ولی وقتی لطف میکنی میای مهمون برنامه من میشی، باید به منم اجازه بدی منم صحبت کنم. خواهش میکنم بفهمید. شما میگید من به نمایندگی 80 میلیون نفر، آقا 80 میلیون نفر نیست، 80 میلیون نفر به شما نمایندگی ندادن، 80 میلیون نفر 20 میلیون نفرش الان پاسدارا و بسیجیا و کوفت و زهرمار همین آخوندا هستن.
نیست همچین چیزی های حساب آقا من میگم یه میلیون که... آقا من میگم یه میلیون شما قبول داری؟ شما نماینده 79 میلیون آدم شریف هستین، ما 1 میلیون نه. آدم ن... خب آخر ببینید، من یکی از 70 میلیون آدم شریف هم. بله من یک ایرانی هستم به عنوان یکی از صاحبان این سرزمین. بله حق دارم از منافع خودم و کسانی که اطرافم هستن دفاع کنم. آخه شما یه جا میگید من حق دارم از منافع خودم که آقا اگر ببین آقای نیسان عزیز برادر دفاع. یه جا میگید از منافع خودم و اطرافیانم، یعنی اینا چون اجازه بدید. خب ببینید الان آقای به نام فرهودی نوشته مغلطه نکنید، نمیدونم به من هست یا به شما. آقای فرهودی لطف کنید درست بنویسید من ببینم من مغلطه میکنم یا آقای چیز. شاید اگر شما هم نظر آقای نیساری بشین اتفاقا ما خوشحال میشیم، میگیم آقای نیساری تنها نیست، چون من فکر میکنم بعضی وقتا شاید هم این غلط باشه، فکر میکنم شما چون با آقای آبتین و دیگر دوستانی که مثلا گفتم نامه مینویسن به سفارت میبرن، به سفارت جاهایی که اینا ما رو بدبخت کردن، و شما نامه مینویسید میبرید به اون سفیرا که آقا بیا ما رو نجات بده. نه آی سوربی، نه خیر آی سوربی، خب من دارم میبینم ویدیوهای خودتون. ما اگر نامه نوشتیم هیچ کس از ما نامه فدایت شوم برای هیچ سفارتی ننوشته، جز این که نوشته آقا دست درازی به مال و مملکت ایران ممنوع است و نباید زیبا کنید و ما نمیپذیریم. هیچ کس نامه فدایت شوم به هیچ سفارتی ننوشته. کی گفته همچین چیزی؟ من ویدیوهایی دارم که دوستمون رفته دم سفارت وایستاده. بله اوکی، شما به اون سفارتی که بله خود من حاضرم برم در یک سفارتی در بزنم و ببینم واقعا غلط میکنید که بیاد مال من آل مردم ایران رو ببرید. خب میزنن منو میندازن بیرون. بزنن ولی من وظیفه خودم انجام دادم. بسیار ممنونم. خب دوستان عزیز آقای فرهودی، حالا آقای فرهودی گفتن که من مغلطه میکنم، این همون یکی از اشکالای بیننده ها همینه که فکر میکنن ما تو مغز اونها هستیم و میدونیم اونها چی فکر میکنن، در صورتی که به وسیله نوشتن یا به وسیله بیان ما میتونیم ببینیم بفهمیم تو مغز هم دیگه چی هست. در صورت خب. آقای سعید باز نوشته درست همین فرضیه آقای نیساری را تروریست ها دنیا میکنن، با کشتن مسئله حل میشه. آلمان نازی کجا، ایران کجا، یا انقلاب فرانسه. در صورت این شو خب با من هم عقیده است، من نمیخوام خیلی اونایی که با من هم عقیده هستن بهشون میکروفون بدم، میخوام دوستان دیگه‌ای که با شما هم عقیده هستن اونا تماس بگیرن تا به اصطلاح ببینیم که چی فکر میکنن، و یکی به من بگه منی که میرم بچه حائری میگم. حالا امشب از شیراز زنگ میزنم میگن آقا تو از کی تا حالا حائری کش شدی؟ منی که میرم بچه دستقیب که فامیل خودمونه میکشم که حقشونو باید. نه ما کاری به بچه دستقیب نداریم. بله. ما به خود دستقیب کار داریم. دستقیبی که کشتن، مجاهدان کشتن رفت، ولی اتفاقا ببینید شما چقدر قشنگ میگی من به خودش، ولی اینا خودشون تنها نیستن، مخصوصا این خانواده ها که یا از پولداری خیلی بچه دارن یا از فقیری خیلی بچه دارن. و هر کسی که در کشتار مردم در قدرت سهیم هست ما باهاش طرفیم. صحبت آقای دستخیب کردید آقای سوربی، انقلاب بود 1357 بود، تقریبا چند ماه هنوز به بهمن مونده بود، فکر کنم یکی دو ماه مونده بود، درگیری بود در بوشهر و جای دیگه، تموم کرده بودیم، راه افتاده بودم اومده بودیم به طرف شیراز، تقریبا ساعت 1 شب بود و رسیدم به فرکه ستاد، مردم بسیار جمع شده بودن. شیراز رو شما خوب میشناسید. بله بله. ورودی سواک در خیابون زن بود. بله بله. و جوانهای بسیار دم اون وایساده بودن و خلاصه چند نفرم اون تو سواکی بودن، نمیدونم تیراندازی میکردن به مردم و غیره و فلان، اینا نمیذاشتن کسی بره تو. ما موندیم تقریبا طرفای ساعت 4-5 صبح بود که سواک تسخیر شد و ریختیم اون تو و هرچی که دفتر دستک و فلان این بود کشیدیم بیرون، و توی دفتر دستکهایی که بیرون کشیدیم اسامی آخوندهایی که در شیراز حقوق بگیر ساواک بودن در اومد. آقای دستخیب و آقای محلاتی سردسته اینها بودن، همون آیت اللهایی که بعدن می اومدن و به مردم می گفتن که آقا شاه فلان شاه بلان ساواک فلان ساواک بلان، همونها توی لیست حقوق بگیرهای ساواک بودن. مگه آخوندی هم بود که حقوق بگیر نباشه؟ نه همین الانش هم نیست دقیقاً.
و این رو باید برگردیم بر سر یکی از کشتارها و یکی از این کشتارهای دادگاهی که باید اسمش بیدادگاه انقلاب بذارن همین بود که بعضی ها طرف رو میکشتن که از خودشون کاغذی چیزی طرف نیاره رو کنه. خیلی خوب بله بدید. خیلی خوب شد شما اینو گفتید. هرچی از اینها زنده بگیریم آقای نیسان، ما هرچی از اینها زنده بگیریم و اینها رو در دادگاه تاریخ بیاریم عزیزم و روبروشن با مردم و ابراز کنن که چه غلطی هایی کردن بهتر است. شما ولی نه اگر ما قدرت رو بگیریم نه از شکنجه خبری هست نه از انتقام خبری هست نه از کشتار بعدش خبری هست، ولی در حال حاضر ما در بزنگاه تاریخی بدی گیر کردیم. اینها تمام تلاششون این است با همون سیاسیون هیپاتسی که گفتم، حالا یرغان از هر چی هست که در ترشی انداختن، که از دوباره شروع کنن که آقا از زمان شاه طرف در اومده میگه آقا زمان شاه شکنجه بود ولی اینجوری نبود، مثل اینکه اون شکنجه کم خوب هست. به قول ما شیرازی از زهر چه یک قاشق چه ده قاشق. شما وقتی سرت رو نمیتونی شنا کنی نفس بکشی، چه یک وجب سرت رو بکنن زیر آب چه یک متر. بله چه هفت کله، چه یک کله، چه هفت کله. آقای خدا بده شما بیاموزه. آقای نیسایی اجازه بدید من تشکر کنم از آقای مجید تفرشی. ایشون لطف دارن گاهی برنامه رو نگاه میکنن، ایشون تاریخدان هستن. من اتفاقا اگه بشه یک قبلا با ایشون مصاحبه کردم توسط دوست مشترک ساسان باشون آشنا شدم، اگر بشه یه وقتی با ایشون صحبتی داشته باشیم تا ببینیم که تاریخ چی میگه در شرایطی مثل امروز ایران، تاریخ چی میگه. شما باور نمیکنید من این آقای منصور استانلو امروز دیدم اصلا دلم میسوزه براش که یه کارگری چجوری زندگیش عوض شده، زبونش رو اونجوری تیغ بریدن، بعد اومد نیویورک، بعد اینجا گفت روی صورت من اسید ریختن فلان اینا، حالا میاد و یه نفر دیگه میگه که چهارشنبه سوری داره میاد، مردم بیاین توی خیابون و این بار دیگه کار آخوندها رو تموم کنیم. من بنوشتم منصور جان دوباره زمستون رفت، کمپوزیسیون مثل خرس خواب بود حالا بیدار شده، حالا چهارشنبه سوری میخواد بیاد، هر بچه‌ای هم که میاد بیرون یه ترقه در میکنه بگه اینجوری، که احتمالاً دولت هم میگه چهارشنبه سوری به خاطر کرونا بیرون نیاد. نظرتون درباره این جنبشا، اینایی که سیزده به در بیاین بیرون حکومت تموم میشه، اول فروردین بیان اینجا اون میشه، هخا اون میشه، فولادوند اون میشه، همین دوست مشترکمون آقای بهرام آبتین خودش یکی از اینا بوده با این آقای رضا محسنی، چیه اصلا عکس داره نشست و برخاست. آی سوربی ببینید این اینا درست نیست. شما توی خود مردم تیمی اگر برید، توی خود تلویزیون مردم تیمی اگر برید، شما با چند نفر از سیاستمدارای آمریکایی عکس دارید؟ بله اون اصلا فرق میکنه. جاسوس سیایی هست. بله ببینید من به دلیل این کاری که انجام میدادم، من 20 ساله اینجا فوتوگرافی و ویدیوگرافی و ریپورت و اینا این ور اون ور میرم و حرفی که شما میزنید، اتفاقا یکی از دوستان توی کانون یقه منو گرفته بود، آقا چرا با جورج بوش دست دادی، چرا با نوت گینگریچ دست دادی؟ گفتم شما اگه بودی چیکار میکردی؟ گفت من یک مشت میزدم تو شکمش. گفتم خب هفته آینده قرار ما بریم پرزیدنشال دینر، من شما رو میبرم. گفت نه من که نمیام باهات. گفتم حالا دیدی پس ببینید. ولی اون آقای بهرام آبتین، من نمیدونم شما از چه سالی باهاش آشنا شدید، من از موقعی با ایشون آشنا شدم که تازه از ایران اومده بود، حتی برای اقامتش به این و اون چیز میکرد و اون موقع من گفتم آقا برای من این عکسو فرستادن اینجوریه، گفت بله من میرفتم میمدم، من اونجا شرکت دار بودم، کامیون دار بودم، ترانسپورتیشن داشتم، انقدر پول دارم، هنوزم اینجا اینجور اونجور. این با عکس من با هیلری کلینتون این ربطی نداره، این با عکس من با جورج اجازه بدید نه چرا ربط داره توضیح میدم. ببینید ایشون مسئول کانون فرنگی لوران بختیاری در منطقه خودش بوده، مثلا من خودم به اصطلاح مسئول کانون ایرانیان در یک کشور اروپایی بودم، خب ضمناً مسئول رسیدگی به امور دانشجویان در نزدیک به مثلا 14-15 دانشگاه بودم، میرفتم کمک، این زمان از زمان بعد از انقلاب هست، کمک میکردم. خب در این برخوردها سلطنت طلبه ها میمدن اقیه منو میچسبیدن که آقا چرا از فلان دانشگاه رفتی به فلان دانشگاه کمک کردی، اینا مجاهده.
چریکه اینا دقیقه من رو میچسبید میگه آقا چرا رفتی از فلان جا کمک گرفتی، اینا سلطنت طلب هستن. هر کسی میومد یک چیزی میگفت، من میگفتم خیر، مبارزه ایرانی بر علیه رژیم آخوندی هست، همه رو بایستی جمع کنم دور هم گرد بیارم فلان. بنابراین شما امکان داره برید توی عکس‌ها این عکس‌ها رو ببینید. حالا ایشون هم به اصطلاح به عنوان مسئول کانون فرهنگیان لوران بختیاری جلسه گذاشته. تو اون جلسه‌ای که ایشون گذاشته آقای رضا هر چیزی که اسمش هست اومده حضور پیدا کرده و خودش کرده همه کاره اون جلسه. حالا ما یقه ایشون رو بچسبیم که چرا تو اون جلسه عکس شما رو گرفتن. ایشون 4 تا از خانواده‌اش رو اینها اعدام کردن و کشتن، همین یک سال کمتر از چند ماه پیش اون یکی دیگه برادرش رو کشتن. خدا رحمت کنه. بله خیلی ممنون. اینی که تا به نظر من خب. تا ما از عمق ماجرا خبر نداریم، من در رابطه با شما من کاری به عکس‌ها ندارم. بله. من به گفته‌های شما میپردازم. بله. من نگاه میکنم ببینم شما در عمل چه کار دارید میکنید، چه تفاوتی هست، چطور هست که شما اجازه میدید هر کسی با ایده‌های گوناگون بیاد تو برنامه شما شرکت کنه و صحبت کنه، بعد از اون طرف میهن تی وی الان خط رو گذاشته فقط روی دفاع از شاه. خب اینا تفاوت داره. اولا میهن تی وی به بهانه آدم معتادیه، اصلا قابل مقایسه با من و با شما نیست. این یه آدمی که اصلا ازدواجش هم اگه نگاه کنی به خاطر گرین کارت و شانس آورد، یه بنده خدایی که آدم خوبی هم هست، اون زندگیش اینجام که بود آویزون به این و اون بود و اونجام که رفته خب با رفتن آقای خلیلی یهودی صهیونیست، با دیدن افرادی که شما اسم بردید مثل همون ایرج مصداقی و جمع شدن این ورانور با نمیدونم یه مشتی ذلیل دیگه، من خیلی خوشم میاد شما میگید طلبه، سلطنت طلبه، با این طلبه ها گشتن، این پولش تو اونه. ولی شما این تلویزیون مردم رو با این نرخ کمی که از سال 2006 یعنی 2003 تا 2006 من مجانی کار کردم، 2006 یه نرخی گذاشتم، یه هزینه خیلی کمی از دوستان میگیرم، بارها هم گفتم اگر کسی مخالف من باشه من خوشحال میشم که بیاد برنامه بگیره صحبت کنه. اون ممر درآمدش هست، شاید اونجا موادم میفروشن. ببینید خیلی دل میخواد که من اینجا نشستم، به بهانه هم اینجا نشسته، ولی میدونید چون میدونه که من چه چیزایی ازش میدونم و وضع خودشو میدونه، حالا میاد پاپیون میزنه، این فکر میکنه خب گربه هم بهش پاپیون میزنن، وقتی هم میبرنش گربه ها رو میبرن سلمونی، سگ میبرن سلمونی، بعد یه گردنبند هم میبندن به گردنش، این که نشد ملاک. اون راهش الان عوض شده، اینجام که بود میمد اونجا برای مواد و برای مشروب و اینا، یه جایی بود دست دکه بود. حالا اگه میمد مثلا یه کسی مثل دکتر پارسا بنا نوشته هاشو میورد میداد به این، بعد این اون سوالا رو میخون، این برای مردم سوء تفاهم شد که این یه چیزی حالیشه. بهبهانی زندگیش رو اگه نگاه کنید، ما نمیخوایم به اونایی که خدای نکرده پدر مادرشون جدا شدن توهین کنه، این حاصل اینجا بهش میگن broken house، حاصل یه زندگی ناموفقی بوده، بعد باباش حالا برای که از شهرش راحت بشه فرستادتش انگلستان و این ورانور، هیچ مدرکی نتونسته بگیره. 4 تا عدد رو بذارید جلوش بگید اینو ضرب کن، ببینید اگه تونست ضرب کنه. در صورت من فکر میکنم شما اصلا وقتتان با بهبهانی تلف نکنید. مازم ممنونم از شما. نه من بحثی من ببینید ما من به برنامه های دیگران گوش میکنم. بله. برای اینکه تصمیمی که میگیرم بایستی عقلانی باشه، آگاهانه باشه. من نمیتونم با گوش بسته چشم بسته فقط با خوندن یک صفحه تصمیم برای خودم و مردمی که اطرافم هستن بگیرم. بله. عنوان یک ایرانی وظیفه شناس موظف هستم که گوش کنم ببینم چه خبر هست و در حال حاضر این زنگ خطر رو میبینم، چون زمان شاه اون شریعتی رو کردن به اصطلاح نمیدونم بالای پرچم بردن که فلان بلان کلیا رو فریب دادن، حالا این دفعه این چند نفر اومدن و همه در یک راستا و با یک ساز میزنن. تعجب در این هست که آدمهایی که هر کدام از طرف گوناگونی از جبهه گوناگونی در گذشته با هم حرکت میکردن چطور هست که اینا یک ساز میزنن. آقای نیساری دفعه دیگه که به یکی از اینا گوش میدی در جهت مخالفت فکر نکن، فکر کن که موافقشون هستی. فکر کن کردم نه اجازه بدید فکر کنید این برنامه‌ای که اینا میگن موافقشون
زنگ بزن بگو آقا من تمام این چیزایی که گفتی موافقتم، برنامه شما چیه، من باید چه کار کنم. ببین هیچ کدومشون یه برنامه نداره. ایرج مصداقی یه شخص ورشکسته جدا شده از یه سازمانیه که سازمان فناتیکه، عقیدتیه. اون آقای یغما، اون من باهاش صحبت کردم، این بدبخت مداح، شاعری که مد میگه بله، اینا رو شما اصلا نباید جزء عدد و رقم سیاسی حساب کنید. نه حساب نمی کنم، ولی ببینید این متاسفانه اینها برای مردم عادی ممکن یک کسی باشن. من سفت و سخت اینجا وایسادم و علی رغم صحبت هایی که شما میکنی و یا دیگران میکنن گوش میکنم و سیاست رو اونجوری که خودم میبینم تعیین میکنم و میگم آقا راه پیروزی چی هست. من راه پیروزی رو که میبینم بر اساس اندیشه و آگاهی خودم میدم، ولی متاسفانه مردم بسیاری هستن که فکر میکنن اینا آدمی هستن، اینا کسی هستن، کاری هستن. مثلا یک سال زندان بودن، حالا خبری هست؟ بله. حالا شما یه لطفی به من بکن، با این کاغذ خودکاری که داری، چون میدونم رشتت هم فنی و مهندس هستی اینا، اون بالا بنویس 80 میلیون، بعد زیر اجازه بده، بعد بنویس که هم اینایی که شما الان نگرانید که بیننده های بهبهانی معتاد هستن و ایرج مصداق ورشکسته، آقا ایرج مصداقی سخنگوی سازمان مجاهدین بوده. سخنگو یعنی چی؟ یعنی اونا میگفتن، این بلنگوشون بوده، کاغذ میدادن دستش، این میمد این ور. حالا بعد اومده نشسته سوشال داره بهش حقوق میده، این ور اونور هم مریضی های مزمن قدیمی که داشته میره درمان، وقت داره میشینه کتاب مینویسه. کتابارم حالا خدا میدونه بعدن معلوم میشه که کی بهش گفته چی بنویس. در صورت اینا هم از اون 80 میلیونی که شما گفتید من به نمایندگی اونا کم کنید، سلطنت طلبه ها هم از اونا کم کنید، اون وقت ببینید که شما با چند نفر که حاضرن بیان و اون برنامه که شما دارید به اصطلاح باهاتون باشن. اینه که یه مقداری آدم نگران میشه و میپرسه از شما که آقا منظورتون از این نوشته چی بود. و به نظر من شما خوشحال باشید که دوستانی دارید که نمیگن که آقا این دوستمونه، حالا از من ناراحت میشه. دوست اونه که به شما بگه، دشمن اونه که میگه من میخواستم بهت بگم. در اصل من فکر کردم که این سوال اصلا برام سوال شده بود، من منتظر بودم شما بگید من اینو ننوشتم، یکی دیگه نوشته، من پستش کردم، یا اینکه همین جوری آمدن رو صفحه من ادمینن گذاشتن اینا. ولی دیدیم که شما میگید که این برنامه تونه. من بازم از شما ممنونم. ببخشید ما 22 دقیقه هم رفتیم تو وقت آقای حسن ارشاد. بله شما در رابطه با این موضوعی که میگید، شاید شما باور نکنید، من برنامه‌ای که با آقای حسن ارشاد میدم از خودش سوال کنید، اصلا قابل مقایسه با پولی که اینجا تو آمریکا میتونن به من بدن برای برنامه از بهایی ها و دیگران نیست. ولی حسن ارشاد 259 هفته اینجا برنامه داره، همیشه هم میگه سوربی جی ال ویز و اینا رو قیدش رو زد برای که بگه نگاه کن اگه من گفتم از مردم، با مردم، برای مردم، آقای نیساری مردمه، ایرج مصداقی هم جزو مردمه متاسفانه، آقای بله رشاد هم جزو مردمه. من وقت ما رو بیشتر نمیگیرم آقای سوربی، فقط یک نکته اینجا بگم. بفهم. عمل و عکس العمل با هم هست، هر نیرویی که بیشتر هست برنده اون است. با این رژیم شوخی نمیشه کرد، تنها زور هست که از پس این رژیم برمیاد، وگرنه ما سالها با خرسواری به این جای نمیرسیم. دیگر اینکه یکی از دوستان از ایران زنگ زد و گفت آقا فرمول کرونا در ایران کشف شده و در حقیقت کرونا مخفف این هست. اول این حروف به اصطلاح واژه ها رو میگفت کشورداری روحانیت که هست، حالا که وره کشورداری روحانیت کره او ناکار است. کرونا. بسیار عالی. بله حالا امیدواریم که کشورداری بعدی ها یه جوری نباشه که مثل الان که ملت هم میگن شاه رفت بدتر اومد، اینجوری نباشه. امیدوارم روزهای بهتری در انتظار همه ما ایرانی ها باشه با هر طرز فکری که داریم و بتونیم با اختلافات بازم دوستانه اختلافات خودمون رو مطرح کنیم و صحبت کنیم. من بازم از شما ممنونم. دفعه دیگه سعی میکنم قبل از برنامه کلن
اسکایپ رو امتحان کنیم و مطمئن بشم که شما اسکایپتون روی یک دستگاه روشنه. این اشکال اسکایپ روی یک دستگاه روشن بود ولی سیستم اون دستگاه فکر کنم ازش درست نبود. آره به نظر من باید اسکایپ یه برنامه بذاره که من اگر اینجا روشن کردم رفتم تو اون اتاق خواستم استفاده کنم بگه اونو باید خاموش کنی. این اشکال اسکایپ شما تنها نداری، خیلی ها دارن ولی قابل حله. من ممنونم از شما. قبل از قبلش با هم بله میتونیم بله. چون شما چند ساعت هم از ما جلوتر هستین، من مثلا ساعت 11 به وقت نیویورک میتونم با شما تماس بگیرم امتحان کنم، همین کاری که با دوستان در کانون آوا انجام میدیم. دستت ممنونم، متشکرم. زنده و پیروز، تندرست، با سپاس. خیلی ممنون، موفق باشید. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم، قبلا هم با آقای امیرحسین لادن بودیم، قبل از ایشون هم دو تا برنامه دیگه داشتیم با آقای هادی ثانی‌خانی و آقای عبدالرحمن محمدیانفر که ویدیوی این دوستان هم به زودی روی یوتیوب و اینها به صورت بایگانی میاد. و یادتون باشه شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و از هر طرفی، بالا پایین، چپ راست، مذهبی غیر مذهبی، با دین بی دین صحبت کنید و این مردم هستند که نظرات من و شما رو گوش میدن و اونها تصمیم میگیرن. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم ازتون و من به بیننده‌هایی که اینجا دارم افتخار میکنم. خیلی ممنون از یکایک شما هم لطف کنید، ای که دستت میرسد کاری بکن، به قول معروف با درمی، با قدمی، با قلمی، و تلویزیون مردم رو حمایت کنید. من اینو نشون بدم که خیلی ساده است، از هر جای دنیا میتونید با این لینک که روی مردم تیوی، صفحه مردم تیوی هم هست، مردمتیوی.com نگاه کنید. ضمناً بازم از آقای سامی وانی که ایشون فنلاندی هستن، فینلاندی هستن به قول معروف، فینیش هستن، تشکر میکنم که وبسایت ما رو یک لیف و صابونی زد و الان خیلی بهتر، زودتر با همه سیستم ها هم باز میشه، چه ویندو باشه چه اپل باشه، و سکیور هم هست دیگه، اون HTTPS رو هم داره. مرسی، متشکرم. بازم از آقای ارشاد ممنونم و از اینکه چند دقیقه وقتشون رو بیشتر گرفتیم عذر میخوام، ولی تلافی میکنم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.